یار خواهیم بود. درود به روان پاک داورمرد تاریخ ایران و جهان، اعلیحضرت جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب آقای مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. شما عزیزان، همیانان عزیز، پرسش هایی که مطرح میکنید من میگم، هیچ وقت اینا یادم نمیره، یادداشت میکنم، منتها خب یه کارهای پیش میاد و بعد اینا رو من موکول میکنم به بعد. اما اجازه بفرمایید که امروز که فکر میکنم یکی دو جلسه طول بکشه، من یک مطالبی رو به صورت سریالی، حالا امشب قسمت اولش رو بگیم، شاید هم موفق بشم مقصود رو به شما عزیزان برسونم. به صورت سریالی من این مطالب رو خدمتون عرض کنم، چون میدونم هر روز این پرسش به صورت تکراری برای من میاد، منم میگم که میگم خواهم گفت دیگه، حالا دارم میبینم دیگه زیاد شده و باید بهش پرداخته بشه. و خواهش هم میکنم توجه بفرمایید از همه عزیزان، بچه ها خواهش میکنم لطف کنید توجه کنید. ممنونم هستم از همه شما عزیزانی هم که برنامه رو در پلتاگ، اینستاگرام، تلگرام و به هر حال کلاب هاست پخش میکنید. خیلی هم از همتون سپاسگزار. ببینید عزیزان، مشروطه پادشاهی یک حکومت تاریخی است برای ما. این به معنای این نیستش که ما دشمنی داریم با انواع و اقسام حکومت‌های دیگه، نه، هر کشوری بنا به تاریخ خودش، بنا به فرهنگ خودش، حکومت‌های خاص خودش رو داره. یه روزم خدمتتون عرض کردم، ایالات متحده آمریکا پس از فراز و نشیب‌های زیاد تبدیل شده به یک کشوری به نام کشور جمهوری آمریکا، ایالات متحده آمریکا. و برخی دیگر از کشورهای جهان هم، یعنی به عبارت شما به تاریخچه کشورهای جمهوری که نگاه میکنید میبینید که تمام این کشورهایی که امروز بهشون میگن جمهوری، مثل جمهوری خلق چین، حالا من درشتاشو برای شما مثال میزنم، مثل همین جمهوری آمریکا، مثل جمهوری مکزیک، مثل برزیل، مثل آرژانتین و یا آفریقای جنوبی و امثال این کشورها، فعلا اینا رو به عنوان چند نمونه در قاره های مختلف جهان، شما به این کشورها که نگاه کنید، این کشورها عرض کنم تاریخ استقلال دارن. یعنی حتی من این چینم که برای شما مثال زدم که برای خودش امپراتوری داشته،
حکومت سلطنتی داشته، به خاطر شخمی که زده شد در این کشور و اون انقلاب دهقانی که شد و اینا، و این مهر جمهوری رو زدن به پیشانی این ملت واقعا نگونبخت ولی هوشمند و هوشیار چین، که میبینیم آخر عاقبتش از درون اون امپراتوری چین، من کاری ندارم حالا امپراتوری چین خوب بوده بد بوده، فرمان روایانشان آدم های خوبی بودن، دلرحم بودن، دلسوز بودن، اهل علم و هنر و دانش بودن یا برعکس ظالم بودن، من با اونش کاری ندارم، ولی هرچه بود یک امپراتوری حاکم بود بر مردم زرد پوست، همون رنگی که آسیا رو میشناسن، آسیا رو به رنگ زرد، شما تو حلقه های المپیک نگاه کنید ببینید که 5 حلقه هست، حلقه های قرمز یعنی امریکا، حلقه سیاه یعنی قاره افریقا، حلقه سبز یعنی اروپا، حلقه زرد یعنی آسیا و حلقه آبی که اقیانوسی است، و ما رو به عنوان حلقه زرد، به عنوان نژاد زرد در آسیا میشناسن به خاطر جمعیت زیادی که داره به هر حال. و میبینیم که پس از پایان امپراتوری و اتفاقات بسیار وحشتناکی که افتاد، میلیون ها انسان به طرز وحشیانه ای به قتل رسیدن، و از مجموعه اون داستان این چیزی هست که ما امروز داریم به عنوان جمهوری خلق چین میبینیم، زندان ها پر از انسان های آزادی خواه، هیچ خبری از زندان ها بیرون نمیاد، دنیای غرب چشمش رو هم بسته چون معامله داره میکنه، یک سرزمین پهناوری که بازار بسیار بزرگی است برای خرید و فروش، ارزان بخرن و بعد بهش بفروشن، همینطوری که اون بونجول به ما میفروشه، به جهانی هم میفروشه، اینا هم بونجولاشون رو به اونا صادر میکنن. به هر حال یک بازار وسیع هست، بازاری که شما هرچی کالا تو این بازار بریزید پر نمیشه، و به خاطر همین چشماشون روشون روی این فجایعی که امروز داره در چین میگذره، نه امروز، چند صد ساله بستن. شما به امریکا که نگاه کنید همینه، خیال نکنید اون مجسمه آزادی که اونجا گذاشته بود دموکراسی، نه این حرفا نیست، یک کشوری که به هر حال جست و گریخته، میدونیم دیگه اون تو چه خبره، یک خانواده هایی هستن که دارن برای این کشور حکومت میکنن، خانواده های به اصطلاح خیلی راحت بگم اون کارتل ها و تراست های گردن کلفت نفتی، خانواده های فروشندگان مواد مخدر، اسلحه، مافیای شکلات، مافیای نفت، مافیای خیلی، یعنی همه چی مافیا بازاره، اون بخش نفت امریکا دست یک خاندانی اونجا که اینها تعیین میکنن، همه چی رو تعیین میکنن، تا رئیس پلیس شهر مثلا حسن آباد تگزاس اینا عوض میکنه. مکزیک هم که ببینید همینه، تاریخ استقلال داره، مکزیک پادشاهی نبوده، یا برزیل یا آرژانتین یا فرض کنیم کره رو بخوایم مثال بزنیم و سایر کشورها، میبینیم که اینا تاریخ استقلال دارن، یا آفریقای جنوبی، اما نگاه میکنیم میبینیم کشورهایی که پادشاهی بودن و امروز نیستن، مثل فرانسه، آلمان، ایتالیا، یونان، بلغارستان، امپراتوری اتریش و مجارستان، بلغار، رومانی، شوروی به اصطلاح روسیه تزاری و فنلاند، و حالا اینا اروپا و سایر کشورها مثل لیبی، عراق، سوریه، یمن، عرض کنم خدمتتون میایم در منطقه جنوب شرقی آسیا، در اونجا هم مثل ویتنام، که اینها برای خودشون یک خانواده های فرمان روایانی داشتن، یعنی این شکلی نبوده که الان ما داریم میبینیم. بعد آخر عاقبتشون هم شما دارید میبینید، روسیه بعد از سلطنت، بعد از تزار، من کاری ندارم تزار آدم خوبی بوده یا بد بوده، من کاری ندارم لویی، خاندان لویی در فرانسه اینا آدم های خوبی بودن بدی بودن، اصلا شما بگو تزار بد بوده، بد بوده، خیلی هم بد بوده، آدم کش بودن، جنایتکار بودن، بودن به اون شکل، نه بیشتر دوز بودن، لویی و همیشه گونه هم خاندان بسیار دوزدی بودن، شما برین به خانواده سلطنتی ایتالیا نگاه کنید، برگردیم به خاندان سلطنتی آلمان نگاه کنیم که در دو مرحله اشتباه بزرگی کرد، مخصوصا در جریان جنگ جهانی
اول و آلمان رو به ورشکستگی رسوند، در هم شکی نیست. ولی همین کشور روسیه، همین کشور ایتالیا، همین آلمان، همین چین و سایر کشورهایی که سلطنتی بودن مثل امپراتوری اتریش و مجارستان که بعدا به جمهوری تبدیل شدن، اینها امپراتورهای خوبی هم داشتن، همه بد نبودن، همه دزد نبودن، همه آدمکش نبودن، همه لویی 16 نبودن، آدمایی هم بودن که اونجا بسیار به فرهنگ، به هنر، به ادبیات، به مسائل اجتماعی، به کشاورزی اهمیت میدادن و در دل مردم واقعا جا داشتن. مثل در همین سوئدی که امروز همش همه مثال میزنن، یا مثلا فرض بفرمایید دانمارک رو که مثال میزنن که چه پادشاه، یا هلند رو چه پادشاه خوبی داره، چه ملکه خوبی داره. خب اینا به عقبهشون هم باز برید نگاه کنید، اینها هم پادشاهان و ملکه های نچندان خوبی داشتن، حالا اگه نگیم 100% بد، ولی همچین خوبم هم نبود. ولی در هر حالش چه بد بودن این پادشاه، این سلاطین، این فرمان روایان، چه خوب بودن، در هر حال ریشه داشتن، ریشه دارن. چون وقتی به کشور پرتغال میرید نگاه میکنی، میبینید که مثل همین اسپانیای کنونی یک کشور پادشاهی بوده، رومانی یک کشور پادشاهی بوده، بلغارستان پادشاهی بوده، ایتالیا کشور پادشاهی بوده، کشور جمهوری نبوده، که بر اساس زد و بندهای گروهایی که امروز در ادبیات سیاسی امروز بهشون میگن چپی ها، لیبرالیست ها، فاشیست ها، یا رادیکالیست ها، نازیسم ها و و و انواع اقسام ایسم ها، سوسیالیست ها و غیر و ذالک، اینها باعث سرنگونی، یعنی از یک فرصت بزنگاه تلخ تاریخ استفاده میکنن. این بزنگاه تلخ، تلخ از نظر جناح مشروط خواهشون از طرف سلطنت، در یک لحظه که سلطنت در یک پیچ تلخ و بد و بدبوی تاریخ قرار میگیره، منقرض میشه. و متاسفانه مردم هم به دلایل عدیدن و 100% دلیل فقر که اساس قضیه بوده، همراه میشن با گروه های غیر سلطنت، با سایر حالا احزاب، گروه ها، سازمان ها، انجمن ها هم صدا میشن و شعارهای مرگ بر سلطنت، شعارهای واژگون باد سلطنت سر میدن. این اتفاق در تمام کشورهایی که مثل مصر، مثل لیبی که سلطنت رو از دست دادن و به این خاک سیاه افتادن، و من برای تک به تک این کشورهایی که جمهوری شدن میتونم، البته باید برای هر کشوری یه برنامه کامل بذاریم. مثلا نمیتونم فقط بگیم فرانسه، لویی 16، انقلاب به قول خودشان کبیر، بعد شد جمهوری اول، شد جمهوری دوم، بعد ناپلئون اومد و بعد تبدیل به امپراتوری شد، یعنی مجددا سلطنت احیا شد و بعد مجددا او تبعید شد به خاطر اشتباهی که کرد، حمله‌ای که به روسا کرد، باعث فقر در فرانسه. اینطوری نمیشه خل بگم، تو تیتوار باید بگم و برم. منتها اگه بخوایم وقت بذاریم، من بخوام بیام برای شما عزیزان بگم همین آلمان رو بگم، فرانسه رو بگم، ولی جای دوری هم نمیریم، کشورهایی که صاحب نامن، بخوام برای شما عزیزان به صورت همین زبان خودمونی بگم، بعد متوجه میشید که اینا چه ضربات سنگینی خوردن. یعنی از سنگینم اونورتر، نه اشتباه گفتم، ضربات جبران ناپذیری خوردن، ضرباتی خوردن که هنوز فرانسه کمر راست نکرده. شما به خیابونای پاریس و 4 تا برج و 4 تا نمیدونم ماشین پژو نگاه نکنی. با آلمان به همین ساختار اقتصادیش بسیار هم قوی، اوکی، همه چی اوکی، ولی تاوان بسیار سنگینی دادن که به اینجا برسن، در حالی که میتوانستن هم فرانسوی هم آلمانی ها با پرداخت نکردن، به عبارتی با نپرداختن یک چنین تاوان سنگینی به همین جایی که نقطه‌ای که امروز هستن برسن، چه بسا که خیلی زودتر. یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر آلمان به مرحله جمهوریت نمیرسید و اشتباهی که فدریک و ویلهام نمی کردن، نه که مخصوصا اشتباه رو بکنن، اونم در یک برهه از زمان در یک شرایط تلخی تاریخی قرار گرفته بودن که تصمیم این بود، یعنی در یه لحظه بود که تو باید اعلام جنگ میدادی و
حمله بد میکردی به کشورهایی که با تو احتمال حمله به تو داشتن و بعد انگلیس پاشو میاره وسط جنگ که مثلا تو چرا به هلند حمله کردی، چرا به بلژیک حمله کردی، اینا بچه های من هم و این اشتباه تاریخی بوده، ولی اونها در اون لحظه اون تصمیم گرفتن. اما اگر این اشتباه رو نمی کردن و این فرصت رو به یک بیمار روانی به اسم ادولف هیتلر نمی دادن که با شعارهای دروغین میهن پرستی و ناسیونالیسم مردم رو به یک اتحاد بسیار فراگیر دعوت بکنه و از سالهای 1933-34-35 به بعد رفته رفته قدرت خودش رو به نمایش بگذاره که بعد یک مرتبه بیاد و صدر اعظم آلمان بشه و بساط جمهوریت رو به صورت جدی و پایه‌گذاری بکنه که امروز شما با روشن فکرای آلمانی که صحبت میکنی اونها معتقدن که یک گاوبندی شد، به عبارت یک توطئه شد، یک توطئه شد که فاشیسم خودش رو چسبون به سوسیالیست ها و به ناسیونالیست ها، در مرکز قرار گرفت، سوسیالیست ها رو از چپ و ناسیونالیست رو از راست، به عبارتی دست چپی ها رو دست راستی ها رو با خودش متحد کرد بر علیه سلطنت و اونها هم با این همکاری کردن. چون اون روز اول که نیامد به این که مرگ بر سوسیالیسم، مرگ بر کمونیسم، مرگ بر ناسیونالیسم، مرگ بر مذهبی، مرگ بر یهودی، اون فقط هدفش این بود که میگفت آلمان رو ذلیل کردی و با شعار دویچلند او با آلس، آلمان بالاتر از همه چیزه و آلمانی ها نژاد چیز هستن، ویرزین آریایش لند، ما یک کشور آریایی هستیم، این باعث نمیشد که اینا گول بخورن. خب اونا هم طبیعتا کشیده خورده بودن از سلطنت، هم سوسیالیست ها هم کمونیست ها، تو موقع نمیگودن سوسیالیست ها، در از همون کمونیست ها بودن و سایر احزاب ریز و درشت کوچولو موچولو، اونا کشیده خورده بودن از سلطنت، چون سلطنت داشت با مملکت حکومت میکرد. طبیعتا اون موقع هم صحبت بر سر قانون اساسی و حقوق بشر و مشروطیت نبود، یعنی این شکل و شمایلی که امروز شما دارید در هلند، در سوئد، در نروژ، در بلژیک، در اسپانیا، در انگلیس، در لوکزامبورگ، در این کشورها دارید می‌بینید، یا ژاپن. خب شما برگردید به 100 سال پیش، 120 سال پیش، 150 سال پیش، 80 سال پیش، 70 سال پیش، اینطوری نبوده که سلطنت مطلقه بوده. یک شخصی اون بالا میشه سالا به عنوان پادشاه یا به عنوان ملکه و اون قدرت مطلق بوده، او بوده که رئیس مجلس رو تعیین میکرده. طبیعتا نخست وزیر زیر دست پادشاه بوده، زیر دست ملکه بوده. وقتی که اون نخست وزیر رو تعیین میکنه، یعنی در اصل او با چراغ سبز او هست، اون پادشاه، اون ملکه هست که نخست وزیر تعیین میشه. و وقتی که تو نخست وزیر رو به عنوان پادشاه، به عنوان ملکه تعیین میکنی، خب اونم میره کابینه رو طوری تشکیل میده که مورد نظر پادشاه و ملکه باشه، چون میدونه اگر مورد نظر شخص اول مملکت نباشه، خب چی میشه؟ دوباره ساقط میشه و میره نفر بعدی رو میاره. و اونم چون تشنه قدرت بوده، میخواسته بشه نخست وزیر مملکت، میشده دستبوس ملکه، دستبوس پادشاه. و بر همون طبقه بندی تاریخ که میگن اشراف، روحانیت و بعد نظامیان و بعد میرسه به کشاورزان و دهقانان و چه و چه و چه، از اشراف شروع میشده، یعنی در صدر سلطنت بوده و بعد اشرافیان یا به عبارت امروزی درباریان و بعد روحانیت که نفوذ داشته در دربار، چون توسط قدرت دربار داشته خرافات رو ترویج میداده، دربار هم دوست داشته که این خرافات ترویج پیدا بکنه. چرا؟ به خاطر که بر کشور حکومت بکنه. و بعد میشده طبقه نظامیان که بازوی مسلح دولت است، و بعد میشده طبقه روشنفکران جامعه، نویسندگان جامعه، و همینطور میاد پایین که میشده دیگه طبقه دهقانان و کشاورزان، چون موقع صنعتی در کار نبوده که بگیم کارگران. به هر حال ولی با همه این شرایط، شما وقتی برمیگردید به تاریخچه پادشاهی ها، کشورهایی که سلطنت بودن تو دنیا، میبینید که اینا با این که مثلا حالا بد بودن، ولی اگر بر علیهشون این اقدام وحشیانه نمیشد، یعنی اینطوری سلطنت رو در آلمان سرنگون نمیکردن، در فرانسه لویی و خانوادهش رو اینطوری گردن نمیزدن و اون وحشیگری رو تو خیابونا به وجود نمیوردن که به گفته امروز خود فرانسوی ها که هنوز خون میهن پرستان فرانسوی در لای سنگ فرش های کوچه های پاریس لخته بسته،
و یا اگر اونطور وحشیانه خاندان تزار رو با همه بدیاش که یک وضعیت اشرافی درست کرده بود و به طبقه کارگر و کشاورز توجهی نمیکرد، اگر به اون شکل وحشیانه میکشتنش، کنارش میزدن، اون خانواده رو کنار میزدن، بالاخره تو اعضای اون خانواده یکی رو پیدا میکردن یا اساسا سلطنت اون رو از بین میبردن، یک سلسله میبردن که این دوام پیدا بکنه، این پادشاهی دوام پیدا کنه که بتونه این شوروی رو به اصطلاح روسیه رو بتونه نگه داره. اما عوام گول میخورن، گول شعارهای فریبنده لنین رو میخورن، یه سری هم جک و جونور دور و بر لنین رو میگیره، نویسندگانی که به هر حال در بین مردم اینا سر صدا راه انداخته بودن و اونها هم نفوذ میکنن با قلمشون و وضعیت رو عوض میکنن، اونم به صورت سرنگونی. از شوروی که روزگاری خاندان تزار و اساسا سلطنت تو این مملکت در مملکت روسیه داشته حکومت میکرده، کشوری میسازن به نام اتحاد شوراها، همون اتحاد جماهیر شوراها. این جماهیر یعنی جمعیت ها، اتحاد جمعیت شوراها یعنی یک حکومت شورایی که دروغ بود، یک نفر اون بالا می نشست مثل لنین که بعد حالا استالین بهش قهوه قشر داد کشتش اینا و حالا کار ندارم، استالین میاد و بعد از اونم به همیشه، یعنی هر کسی که اومد دیگه دیدن خب باید یه اسمی برای این کسی که مملکت رو گرفته دستش بذارن، گفتن این صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی، مثلا به خروشوف میگفتن صدر هیئت رئیسه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، یعنی همه ما رئیسیم، این صدر همه ما رو اساس داشت که اینطور نبود. اینا میشستن دور هم شور میکردن، بعد میدن که از همه آدم کشتر و جنایتکار و وحشی تره، میدن خود تو برو بشن اون بالا. و برژنف هم همین بود، اونم لقبش همین بود و گرومیکو با بقیه تا موقعی که شوروی بود. و ولی اگر اجازه میدادن روند سلطنت در شوروی ادامه پیدا بکنه، در عذر میخوام در روسیه ادامه پیدا بکنه، طبیعتا این روسیه‌ای که امروز شما دارید میبینید که 70 سال دیوار آهنین شوروی کشیده شده و بعد مسابقه تسلیحاتی و بیخود اون همه ثروت مردم نگونبخت روسیه رو که اکثرا کارگر هستن، در معادن کار میکنن، واقعا با زجر و بدبختی کار میکنن، یا ماهیگیرن در شمال یا در مرکز قسمت غربی روسیه در معادن کار میکنن، در شرق کشاورزن، دهقانن، پیشورن و مثل امریکا نیست مثلا یارو بگن راکفلر شده یا نمیدونم شده نمیدونم مایکل جکسون شده فلان خواننده، نه، در یه سطحی نگرد میدارن، یک ذره به همه اجازه دادن تو یه سرمایه داشته باشی. حالا به طور مثال عرض میکنم، به عنوان حتی یک کارخونه دار، به عنوان یک ماشین فروش، به عنوان یک بقال، خاربار فروش، ماهی فروش، کسی که فروشگاه داره، اصلا تا سقف 10,000 روبل به این اجازه میدن. این اگه ثروتش از 10,000 تا بشه 12,000 تا، گریبانش میگیره، این 2,000 تا رو کجا آوردی؟ مگر اینکه با دولت زد و بند داشته باشی، بعد اون موقع بیه مثلا یه کارخونه اتومبیل سازی بزنی که باجشو بدی به دولت، خودت هم برای خودت یه خونه خیلی شیک اون بالا مالها داشته باشی و بری جزو دستگاه دولت، مثل بچهای اکبر دزده. بچهای اکبر دزده چون باباه دز بود، خب تو دل رژیم بود، به بچهش میگه که مترو مال تو، به اون یکی میگه انگار ارث باباش بود، نه که شیخ، نفت صنعت نفت مال تو، به دخترش میگه مثلا خارج از کشور انگلیس، مثلا تو رفت آمد داشته باش، تو سیاست بابا جون تو انگلیس تو کنترل بکن، تو برو اونجا تلویزیون پول پخش کن، تلویزیون زده بشه تو خارج از کشور و چه و چه و چه. بنابراین اگر ادامه پیدا میکرد روند سلطنت در روسیه، در آلمان، در فرانسه، در پرتغال، در ایتالیا، یونان و سایر کشورهایی که سلطنتی بودند و بعد جمهوری شدند، فرض بفرمایید همین آلمان خیلی زودتر به قدرت برتر و بی بدیل اقتصاد اروپا تبدیل میشد، بدون اینکه جنگ جهانی دومی باشه، بدون اینکه هیتلری از توش زایده بشه، بدون اینکه 6 میلیون یهودی رو بکشن و این نه این تا ابد تو پیشانی صدها نسل آینده باشه. یعنی شما تا ابد الاباد به آلمانی رو ببینی، این سینه به سینه داره نقل میشه که اینا چیز بودن، زده یهودی بودن، اینا آدم کشتن، اینا در لهستان به زنا تجاوز کرد، یعنی به این شکل به آلمانی نگاه میکنن. بعد که اون
حرفا زده میشه، بعد میگن که آره مثلا آلمانی ها چه بنز قشنگی دارن، چه مثلا آبجوهای خوشمزه‌ای دارن، چه زمین کشاورزی خوبی دارن، سیب زمینی هاشون معروفه، نمیدونم لوازم ورزشیشون معروفه، ولی اول اون تداعی میشه، اون کشتار تداعی میشه. اوکی، حالا برگردیم سر کشور خود. حالا تا اینجا یه مقدمه گفتم، مقدمه تقریبا طولانی گفتم، که ما اول بدونیم کشورهایی که سلطنتی هستن و همینطوری موندن. نمونهش ژاپن، انگلیس. اصلا شما کشورهای اروپا رو ول کنید، ژاپن و نروژ و دانمارک و چه می‌دونم بلژیک و اینا رو ول کنید، هلند و اینا رو، بریم اونجایی که میگن سلطنتش از نوع استبدادیه و اخه و پخه و بده. کجا میریم؟ مراکش در شمال افریقا، این یه دونش. میریم تو آسیا، تو خاورمیانه، عربستان سعودی، آها اخم پخند مستبد، قمه میزنه، هم گردن قطع میکنه، دست قطع میکنه، چش کور میکنه، با اوکی 100 درصد. قطر رو نگاه میکنیم، بحرین رو میبینیم، کویت رو میبینیم و عمان و سایر کشورهایی که به هر حال به عنوان کشورهای سلطنتی هستن، حالا ما اسمش رو گذاشتیم شیوخ عرب. میریم توی آسیا، میریم مالزی رو میبینیم، کشور سلطنتی دیگه. میریم تایلند رو میبینیم، کامبوج رو میبینیم. خب شما برید کشورهایی که معلوم براتون نام بردم، مثلا مالزی رو برید نگاه کنید، همسایه دیوار به دیوارش اندونزی. برید شاخصهای اقتصادیش رو نگاه کنید. اصلا هر کشوری رو شما میخواین راجع بهش حرف بزنید، مثلا میگید آلمان، میگیم آقا مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، که این مسائل اجتماعی شامل مسائل فرهنگی، هنری، ورزشی و و و و خب امنیتی که تو مملکت هست و چه و چه و چه. شما بین شاخص ها رو نگاه کنید در آلمان، بعد همین آلمان رو بیاید مقایسه کنید با انگلیس. خود دیگه ساده دیگه، حالا همسایه نیستن، به طور مثال اصلا بیا با همسایش با هلند نگاه کن. شما وارد هلند که میشی، از لحظه‌ای که وارد هلند میشی تمام چراغ ها تو هلند روشن، اتوبان‌هاش هم چراغ داره، اتوبان‌های چیزا خارج از شهرش میاد، از تهران به کرج مثلا. ولی بیا اینجا نگاه کن، این گداخون است. اوکی، شما برود مالزی رو با اندونزی رو مقایسه کنید، شما ژاپن رو مقایسه کن، ژاپن کنونی رو مقایسه کن با چینی که شده جمهوری، که کل ژاپن به اندازه 3 تا 4 تا شهر یا 5 تا شهر چین هم نمیشه. اون شانگهای یکی از جزایر، همون جزیره مثلا خونشوی چین رو باید یه لقمه چپ میخوره، پکنش مثلا جزیره شیکوکوش رو میخوره. ولی ببین ژاپن کجا، چین کجا. تویوتای ژاپن رو برو نگاه کن، یه نمونه خیلی ساده بهتون مثال بزنم. تمام لوازم الکترونیکی در سراسر جهان ژاپنیه. خب این ژاپن اگر در جنگ جهانی دوم به خاطر اشتباه، یعنی خیلی راحت بگم یک خریت کاملی که امپراتورشون کرد و بسیار لجبازی کرد و ژاپن رو درگیر اون جنگ خانمان سوز کرد که باعث شد اتم خورد تو وسط شهرش، که اگر چیز میکرد میگفت آقا یه دونه زدی تو هیروشیما بس، دومی رو دیگه نزن، ولی بازم لجبازی کرد که هیروشیما و ناگازاکی دو تا بمب اتم خورد وسط ملاجش که هنوز دارن تاوانشو میدن خانوماشون وقتی باردار میشن. خب مردم ژاپن هم میتونستن بگن مرگ بر امپراتور، باید بری کنار، ما میخوایم جمهوری بشیم. و زیربناش هم بود، چون امریکایی‌ها این طرحو آوردن، امریکایی‌ها با نقشه هایی که کشیده شد، که یکی از نقشه کش های این جریان جنرال آیزنهاور بود، فرمانده امریکا و به عبارتی فرمانده جنگ جهانی در قاره اروپا، که این طرحو داد که آقا اونجا رو بعد مثلا آلمانش کنیم، یعنی هم ژاپن رو نصف کنیم و همین که هر نصفش هم کردیم یعنی تحت کنترل ما باشه، ولی نصفش رو به حالت جمهوری بکنم، کاری که با کره کردن، کره شمال و جنوبی کردن، که 10 سال بعد اون جنگ های کره شروع شد و کار کشید به کره شمالی و جنوبی، و که اونم خودش داستانی داره. بگذاریم، شما بیاید کشور عراق رو با کویت مقایسه کنید، هر دو هم نفت دارن، تازه نفتی که عراق داره خیلی بهتر از کویته، وسعتی که عراق داره چند برابر کویته. بعد عراق سه منطقه تاریخی داره، منطقه کردنشین داره، منطقه جنوب همین شیعیان، منطقه بابلیان رو داره، که اگه تر تمیزیش میکرد خیلی میتونست مثل یه چیزی مثل تخت جمشید ازش در بیاره. اوکی، نه با اون عظمت، ولی به هر حال میتونست ازش استفاده، اگه عاقل بودن، شعور داشتن. شما عراق رو با کویت مقایسه کن، کویت سر جاش مونده، واحد پولش رو برید نگاه کنید،
با اینکه بهش حمله شد توسط عراق، برید نگاه کنید ببینید با چه قدرتی داره یه نیم وجب کشور داره زندگی میکنه. عراق رو ببینید به چه پیسی و بدبختی افتاد. شما عربستان و سعودی رو بیاد بذارید بغل سوریه، بحث نفت هم بکشید کنار، اصلا عربستان نفت نداره، یه کشور پادشاهی بدون نفت. حد اقل ترین چیزی که عربستان داره ثبات سیاسی داره، اینقدر ثبات داره که یارو چیزه رئیس جمهور اوکراین پامیش میره اونجا و بدون تعارف هم داره التماس میکنه که یه کشیده بزن تو گوش جمهوری اسلامی ها و بها شما نفته هست دیگه، یه کمکی بکنید، بعد با روسیه تو رفیقی بس دیگه، ما داره کمرمون خورد میشه. به هر حال عددیه که رفتن پیشش. اوکی، دلیلش چیست؟ دلیلش بودن همون سلطنت، بودن اون نظام محکمی است که یک پدر اون بالا داره نظاره میکنه بر مملکت، که حالا اگه این پدر یه پدر مهربانی باشه، معتاد نباشه، تریاکی نباشه، زن بچه‌شو اذیت نکنه، ظلم نکنه، کتک نزنه، فوش نده، پدر خوبی باشه، شما ببینید چه خانواده خوبی میشه. ولی این پدر اگه یه پدر بدی باشه، خب خانواده خوبی نیست، خانواده خوشبختی نیست. اما همین پدر بد اگر سایش رو سر همین خانواده‌ای که از دست این پدر ناراحته نباشه، باز همین خانواده خودش متوجه میشه که همون بابایی که بابای بدی بود، بد اخلاق بود، اونوغ بود، هی قر میزد، هی مثلا اینجوری میکرد، اونطوری میکرد، از موقعی که سایش دیگه از سر ما رفته دیگه، حالا ما خودمون دلمون تنگ شده که ای کاش که اون باباه میبود و یه چهار تا قرم سرمون میزد. این هست دیگه، تو همه خانواده ها هست. حالا شما این خانواده رو بیا تبدیل کن به یک کشور. بنابراین بودن یک پادشاه بد بهتر از اینه که، البته شما نظرتون نظر خودتون ها، میتونید رد کنید نظر من، به نظر من بودن یک پادشاه بد بهتر از آمدن یک جمهوری خوبه. چرا؟ چون دیگه زمان قدیم نیست که یکی بشه فتحعلی، مزخرف‌الدین، ناصرالدین یا هر کدوم از اون اراذل اوباش قجر بشون اون بالا هر غلطی دلش میخواد بکنه. نه، اون دوران ممر لولو برد، تموم شد. الان اگر یک پادشاهی، یک ملکه بخواد به ملتش زور بگه، بخواد هر کاری که دلش میخواد بکنه، استبداد و ملیجک بذاره رو پاشو، پول نفت رو بخوره و طلا جواهر واسه خودش و زن و بچهش بخره و حرم سراز کنه، اینا دیگه تو کت ملت ها نمیره. اونم ملت هایی که در طول 100 سال اخیر، حداقلش بعد از جنگ جهانی دوم بخوایم حساب کنیم، شاهد ده ها صد ها انقلاب و کودتا و ریزش و خیزش و جنبش و چه و مردم آگاه شدن. این مردم عراق، مردم کنونی کشور عراق، ترکیه، کویت، بحرین، همین مثلا یمن، لبنان، ایران، پاکستان، افغانستان، اینا مردم 50 سال پیش نیستن. الان عراقی هم جووناش اونطوری فکر نمی کنن مثل جوانای ایرانی. جوانای ایرانی هم طرز فکرشون عوض شده. عراقی هم دوست دارن بغدادشون بشه پاریس، دیسکو برن، تیم ملی فوتبال خوبی داشته باشن، بیمارستان داشته باشن، کتابخونه داشته باشن، سری تو سرا داشته باشن. اوکی، بنابراین دیگه کسی نمیتونه اون بالا بشینه زور بگه، و اگه زور بگه مردم فشار رو به مجلس میارن، مجلس فشار رو به نخست وزیر میاره، نخست وزیر میره تو کاخ میگه آقا ملت ناراضیان، شما دارید اشتباه میکنید. بخواد مقاومت کنه، طبق قانون اساسی که این آقا رو و این خانم رو به عنوان پادشاه و ملکه مملکت انتخاب کردن و مراسم تاجگذاری براش گذاشتن و دلاراز شدن و دستش بوسیدن و شام شیرینی خوردن، همون مجلس حکم عزلش میده، بیا آقا شما دیگه شاه نیستی. بنا به دلایل زیر، حالا دلایلش چیه؟ شما بیماری روانی هستی، آدمکشی، مستبدی، دزدی، بالاخره یه دلیل داره که ما نمیخوایم تو شاه بشی. شاه هم نمیتونه مقاومت کنه. چرا؟ چون بر اساس قانون اساسی وقتی مجلس تو رو عزل بکنه، ارتش هم دیگه نمیاد پیشه، که یعنی تو به عنوان پادشاه نمیتونی به ارتش بگی آقا اینا میخوان منو عزل کنن، به کودتا بکن. متوجه فرمودی؟ بنابراین یک پادشاه بد و میشه با قانون، با یه چند تا خط تقدیم پادشاه کرد، با ادب و احترام خودش، نه جیوتین بیاریم، نه گردنش بزنیم، نه دارش بزنیم، نه با ادب و احترام آقا شما بفهمین بکشین کنار. تو خانواده نگاه میکنی اگه پسرش، دخترش مورد نظر بودن، خوب بودن، برادرش، خواهرش، از اون سلسله بالاخره یکی رو میکشیم بیرون، به سلطنت میرسونیم و تموم شد، مملکت
روال عادی خودش رو ادامه میده. اما در جریان، اما اگه شما اونو خلعش بکنی، اون ریشه رو بزنی که اصلا ما از بنیاد تو رو نمیخوای، آقا ما دیگه اصلا سلطنت نمیخوای، همین خریت و حماقتی که سال 57 شد که بگید سلطنت واژگون با خب واژگون شد، اینطوری شد دیگه. وقتی که شما اونو خلعش بکنید بعد این جمهوری بیاد، تازه این اول ماجراست. چون جریان جمهوریت مثل تئاتره، شما وقتی میرید تو تئاتر پرده ها مدام باز و بسته میشه، پرده اول، پرده دو. سینما که نیست بلیط خریدی رفتی بشینی 2 ساعت فیلمو نگاه کنی، اون فیلمه، اون نوار فیلمه، اون 1000 دفعه کارگردان گفته کات کات تا یه چیز تمیز در بیاره، بعد اینا رو قسمت 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 به هم بچسبونه، ادیتش بکنه، تبدیل بشه 2 ساعت که بنده بشم تخمام بشکنم یه فیلم ببینم. تئاتر زنده است، تئاتر زنده است، هنرمندی که اونجاست خسته میشه، بعد دکور باید عوض بشه، پرده نمایش بسته میشه، آقا پرده دوم بیاد، پرده سوم بیاد. اوکی، جمهوریت هم همینه، جمهوری اول، جمهوری دوم، جمهوری سوم که امروز فرانسوی ها میگن ما تو جمهوری نمیدونم هفتمیم ششمیم چندمیم. بعد شما تاریخو که میرید نگاه میکنید میبینید خب این جمهوری 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 خیلی کشته داده، خیلی صدمه خورده به فرانسه. فرانسه از درون موریانه داره میخورتش، که تازه یواش یواش سلطنت طلباش میان تو خیابونا و جشن تولد میگیرن برای لویی، عزا میگیرن برای روز مرگش که با گیوتین زدنش. درست امروز جمعیت کمه، درست امروز صداشون مثل گنجش جیک 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 میکنه، اما این صدا 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه که البته با وسایل کنونی جهان نه زیاد طول بکشه، این به فریاد در پاریس تبدیل خواهد شد. و شک و تردیدی نکنید که فرانسوی ها میرن دنبال ریشه شون، چون ریشه سرزمین گل اون بوده، سلطنت بوده، مشروطه پادشاهی بوده. همینطوری که در آلمان حدود 7-8 ماه پیش سلطنت طلبا خواستن حکومت رو به دست بگیرن و سازمان اطلاعات و امنیت آلمان متوجه میشه و به نام کودتا همشون رو دستگیر میکنه، هیچ خبری هم ازشون نیست. اوکی، همین اتفاق در ایتالیا میخواست بیفته در اوایل دهه 70 میلادی، من خودم یادمه 1971-72 تو این سالا که به عنوان چیز نفت یه جمله‌ای داشت، شورش نفت، به عنوان شورش نفت سراتای قضیه رو هم آوردن که از طریق سیشل سیسیلی ها میخواستن مجددا سلطنت رو احیا بکنن در یونان، در اینجا در ایتالیا. در یونان هم قرار بود همین اتفاق بیفته که بعد حکومت سرهنگ ها میاد، یعنی خیلی راحت کودتا میشه. اوکی، بنابراین وقتی که ما راجع به مشروطه پادشاهی صحبت میکنیم، بله ما پادشاهی بعدم داشتیم، خیلی هم داشتیم، اما ما پادشاهی خوبم داشتیم، خیلی هم داشتیم، رضا شاه و خدایگان آریامهر بزرگ دیگه، از این ساده تر دیگه دم دست اون دیگه، دو تا پادشاه معاصر کشورمون. بنابراین ما خواهان ادامه مشروطه پادشاهی هستیم، ما اجازه نخواهیم داد ایران جمهوری بشود، ولو اینکه سلطنتی که امروز توش 44 سال وقفه افتاده، این وقفه 44 سال دیگر نیست. حالا سری نگه، نه آقا تو خدا نگو، خدا نکنه من شما رو میخوام به اشرت مجازات محکوم کنم. اگر اینکه 44 سال دیگه ادامه پیدا بکنه اشکالی نداره، مبارزه، اینو قشنگ بچه ها توجه کنی این عرض بنده رو، مبارزه برای بازگشت نظام برحق و انسانی شاهنشاهی تا روز پیروزی ادامه دارن. ما همیشه میگیم آقا هفته دیگه، یه ماه دیگه، 6 ماه دیگه، این آخرین سال، این آخرین چهارشنبه سوریه. بله، اینا تقویت روحیه است، ما هم بازی رو بلدیم، ما هم پروپاگاندای خودمون رو داریم، ما هم بلد شدیم پدر سوخته بازی های خودمون رو، از شما پدر سوخته ها یاد گرفتیم. همینطور که چند دهه اومدید گفتید کودتای ننگین، دیگه چرا نمیگید؟ چون وسایل ارتباط جمعی وسیع شده، امکانات در دست بچه‌ها هست و همه با پخش تمام اسناد ثابت کردن که در 1332 یک کودتایی از طرف مصدق عامل انگلیس، عامل نفت انگلیس، بر علیه نظام سلطنتی داشت شکل می‌گرفت که توسط ارتش با غیرت سال 32 یک ضد کودتا بر علیه کودتا میشه. برای همین من میگم مصدق السلطنه آن خائن خبیث کودتاچی، کودتاچی بود. اوکی، بنابراین مبارزه برای احیای سلطنت، عذر میخوام، برای بازگشت سلطنت به ایران
که یک وقفه درش ایجاد شده و 44 سال پیش در 22 بهمن یا بخوام دقیق‌ترش رو بگیم 12 بهمن ورود اون بیمار روانی با کمک شاپور بختیار به ایران، کودتا شد بر علیه نظام پادشاهی ایران که در اون لحظه پادشاه یکی از بهترین، یا اصلا این یکی رو باید برداریم، این اشتباهه، بهترین پادشاه تاریخ ایران اعلیحضرت همایونی محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه آریامهر بزرگ خدایگان بودند که این رو جهان فهمید و رسما بر علیه اون مرد بزرگ، اون مردی که حقوق بشر رو کاملا رعایت کرد، دموکرات بود، دموکراسی در ایران وجود داشت، ایران در سر بالایی پیشرفت قرار گرفته بود، ملت ایران سعادتمند بودند، ترقی و خوشبختی همه جا بود، هر روز یک خشت روی خشت مملکت گذاشته میشد، هر روز کارخانه های جدید تأسیس میشد، هر روز استادیوم های ورزشی، هر روز امکانات برای نوجوانان و جوانان مملکت، هر روز بیمه های اجتماعی، هر روز تغذیه، هر روز وزارت خونه های جدید برای بهبود وضعیت مملکت، هر روز یک اصل به اصول قانون انقلاب شکوهمند سفید شاه و مردم اضافه میشد، هر روز با گران فروشی، کم فروشی، با دزدی، با غارت، با خرافات، با جهل، با نادانی داشت مبارزه میشد و هر روز مملکت به سمت سعادت میرفت که در یک پروسه چند ساله ایران بیشک و تردید میومد و در ردیف کشورهای صنعتی جهان قرار میگرفت و یک مسیر طبیعی طی میکرد که امروز ژاپنی ها، آلمانی ها، فرانسوی ها و انگلیس ها بدون کوچکترین شک و تردیدی به جزو خریداران و فروشندگان وسایل ایران بودن، یعنی ما هم ازشون میخریدیم، اونا هم، یعنی طوری میشد که حالا آلمان میومد از ما یخچال میخرید، جاروبرقی میخرید، ژاپنی از ما کامپیوتر میخرید، دوربین عکاسی میخرید. چرا؟ به دلیل اینکه دستمزد کارگر در ایران پایین بود، کارگر امکاناتش خوب بود، با دستمزدش زندگی میکرد، ما مواد اولیه رو داشتیم، نمیرفتیم نفت از کسی بخریم، نفت داشتیم، تبدیلش میکردیم به بیش از 700 نوع کالا در پالایشگاه های خودمون، تبدیلش میکردیم به وسیله پتروشیمی، تبدیلش میکردیم به پلاستیک، حالا هرچی که مورد نظرمون بود. ما مس داریم، ما آهن داریم، طلا داریم، وسایل حمل و نقل کافی داریم، خط آهن قوی میشد، اتوبان زده میشد، درمان میکرد، فرودگاه ها زده میشد، کامیون ها وارد کشور میشد، خودمون کامیون میساختیم، بنادرمون بسیار بسیار راه داشت به دنیای آزاد در جنوب کشور، در خلیج پارس و در تنگه هرمز و دریای عمان، بنادر بندر جاز، پهلوی، بندر لنگه، بندر عباس، بندر بوشهر و داشتیم میساختیم و ساخته شده بود و مملکت در یک مسیر قرار میگرفت که ژاپنی ها حالا میومدن میگفتن، یعنی یک کسی که تو ژاپن بود، خانواده ژاپنی، میگفت خود من برام گرونه برم یک دوربین عکاسی ژاپنی بخرم مثلا $200، میرم ایرانیشو میخرم با کیفیت خیلی عالی مثلا $60، یا آلمانی دیگه نمیرم سوار BMW بشه یه BMW بخره 150,000 یورو، میگه سواری ماشین ایرانی میشم 60,000 یورو، بعدا امکاناتم بهشون میدادیم، اگه ماشین ایرانی داشته باشی میتونی از پمپ بنزین های ایرانی هم استفاده کنی، چون پمپ بنزین میزدی و اونا میومدن بنزین میزدن، ما بنزینی که مثلا لیتری 2 یورو بود ما به اون میدادیم 1 یورو و 80 سنت، بعد کادو بهشون میدادیم و بلدیم این کارا رو، چون ما بیشتر ما ایرانی ها بازاری هستیم تا بریم در جریان صنعتی، یعنی ما میتونستیم صاحب یک بازار بورس بسیار قوی در جهان بشیم که سنگاپور و نیویورک و چه در برابرش زانو بزنن. بنابراین ادامه حکومت سلطنتی به نفع ما بود، ولو اینکه حتی ما در اون لحظه به طور مثال عرض میکنم، ما فرض کنیم به جای خدایگان آریامهر بزرگ مثلا مزخرف الدین اونجا بود، ما میتونستیم مزخرف الدین رو بزنیم کنار، بگیم یکی از اقوامش بیاد، برادرش بیاد، پسرش بیاد، بالاخره یکی بیاد، ولی این مسیر پادشاهی ادامه پیدا بکنه. منتها چپ جهان میخواد زیر آب سلطنت رو بزنه. چرا بزنه؟ چون با آوردن جمهوری در کشورهای مهم نیست کدوم کشور، فقط موضوع بر سر ایران و افغانستان و پاکستان اینا نیست، شما جمهوری رو ببر تو ایتالیا که بردید چه بلایی سرش آوردید، از دل جمهوریت در ایتالیا چی میاد بیرون؟ فاشیسم موسولینی میاد بیرون. از دل جمهوریت در آلمان چی میاد بیرون؟ آدولف هیتلر میاد بیرون. از دل جمهوریت در فرانسه چی میاد بیرون؟ همین مزخرفی که الان دارید میبینید، بهترین حالتش میشه دوگل،
دو گل چیکاره بود؟ نوکر فرانسه انگلیسا بود. اوکی فرمودن بله. جناب مهندس لطف محبت بفرمایید یک رو پخش کنید، دستتون درد نکنه. تو دو گفتم من هیچ کدوم به تهمات هم جمع بازی میکنم شکنزه بودم من همشا گرما به من گفتن داداشید حسین دونا مهدی دونا خود دسته تایی با هم دوار بزنیم به خونه وادت کمه کن پدر ماده بده ولی میکنیم از اومد روحی شکنزه میکردن از اومد دست میشو کرمه میزدن منو کشتن هم من همون دو آزی هم به داد تو گفتم من هر سی این زمین گرما قبول دارم من فقط بلیما هیچش قبول ندارم من که کتم ها در بردن من فلکم کردن من بردن هم توی باقا دور بینه اینا نبود دو شلواره در شلواره چه در این باتونا بکنیم توی بودم زونی ناموسر این کارا نکن هر سو بگویم اگر رو میگیرم به خداوند خدا من هیچ کاری نکردم هیچ کاری من نکردم من نتونستن اصل کاریره بگیرن من گرفتنم گفتن این کلت کلش مالی توی دیگه گفتم نه زدنم گفتم مالی منه گفتن با این بگو من تیر زدم بدنم گفتم من تیر زدم بزنیم مادره تو بیمارستان گفتم آقا هر کاری بگوی من کردم خونه واده ما دیگه کاری باشون نداشته باش من همیشه زیر شکنده بودم من تا هشت نمیشه افسری کار بودم من وابسته به کدوم گروه بودم سابقه کیفری هم ندارم سه گروه هایی سه حزبی من روزی که گرفتن 93 کیلو بودن روزی که بردن هم دادگاه 50 کیلو مونده بوده من برم به کی بگم من برم به کی شکایت من برم سیسی بگم بگم به کی بگم بام چیکار کردم سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. این دستپخت جمهوریت در ایرانه و بعد میان در بین ما، حالا من اینو به صورت کلی خدمتون عرض کردم، همینطوری با من آروم 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 بیایید تعقیب بکنید بریم جلو. یکی از مهمترین کارهایی که وظایفی که ما مشروط خواهان واقعی، ما میهن پرستان واقعی، ما شاه پرستان، ما شاه دوستان، خجالت نکشید که بهتون میگن اینا شاه پرستن، با قدرت بگید بله من شاه پرستم، بله من با فریاد میگم من رضا احمدی یک مشروط خواهم، میهن پرستم، آره من میهنمو میپرستم، من اگر میهنمو نپرستم دروغ میگم که خدا پرستم، دروغ میگم پدر مادرم و دوست دارم میپرستم، همسرم و بچم و دروغ میگم. منی که سرزمینم رو نمیپرستم نمیتونم آدمایی که تو اون سرزمینن، چه پدر چه مادر چه همسر چه دوست دختر چه رفیق چه همکار چه بچم، نمیتونم اونا رو دوست داشته باشم. من آب و خاک خودم رو دوست ندارم، به آب و خاک خودم دارم خیانت میکنم، چطور میتونم مادرم رو دوست داشته باشم؟ شیری که من از مادرم دارم، از سینه مادرم به عنوان یک بچه به دنیا میام، یه کودک خوراکش چیه؟ آبگوش که نمیخوره که، شیر از مادر میخوره. شیری که من از پستان مادر دارم مینوشم، این شیر شیرش از خاک ایرانه. بچه من چطوری میتونم بشم فردوست؟ چطوری میتونم بشم جمهوری طلب؟ چطوری میتونم بشم علی تجزیه؟ چطوری میتونم بشم لگن فروش دوست؟ چطوری میتونم بشم خسرو گل سرخی؟ چطوری میتونم بشم محسن یادگارا؟ چطوری میتونم بشم حزب قلابی مسروقه؟ چطوری میتونم بشم داریوش ناهمایون؟ چطور میتونم بشم؟ چون خائنم. چرا؟ به خاطر ای که اون شیره رو که خوردم به اون شیر دارم خیانت میکنم. من نمیگم اینا شیر مادر نخوردن، خیانت کردن. امکان نداره تو بگی من میهن پرستم، من مشروط خواهم، بعد بری بشینی به غلط تجزیه طلب. نمیشم چنین چیزی، امکان نداره. این کلا برداری رو بریم واسه خاله خانباجیاتون بگی. پس افتخار بکنید، با افتخار بگید بله من میگم، من با قدرت میگم، با شما هم کاری ندارم، شما میل خودتونه، من رضا احمدی با قدرت میگم من شاه پرستم، من شاه رو میپرستم. بله آقا اینا فناتیکن 100% هستم، نترسید، با جملات نذارید باهاتون بازی کنن. بیش از یک قرن دارن با شعور شما مشروط خواهان بازی میکنن. ما امکانات نداشتیم، ما روزنامه نداشتیم، ما مجله نداشتیم، رادیو تلویزیون نداشتیم. رادیو تلویزیونمون هم دست توده‌ای ها بود. اگر رادیو تلویزیون دوران شاهنشاه آریامهر، از دوران رضا شاه بزرگ که رادیو اومد و بعد خدایگان این رادیو رو تبدیل به تلویزیون کرد، اگر رادیو تلویزیون مطبوعات تئاتر سینما هنر ایران
رسانه های گروهی در دست میهن پرستان بود، بعد من امروز به شما میگفتم که شما با چه غروری میگفتید بله من ایرانی شاه پرستم، میهن پرستم، من شاهمو میپرستم، من ملکمو میپرستم. نه فقط صحبت شاه یک مرد باشه، شما اعلیحضرتو بذارید کنار، فرزندشون، من با قدرت میگم من ملکه پرستم، فرق نمیکنه. ما باید احترام بزنیم به خانواده سلطنتی. این بدان معنا نیست که خاندان سلطنتی خدا اون بالا بشینن ما هر روز رو بریم بادشون بزنیم، دستشو ببوسیم، پاشو ببوسیم، بالاخره یه جاشو ببوسیم. صحبت بر سر این نیست، نه، صحبت بر سر احترام به نماد ملی است، نماد ملی که داره به کشورش خدمت میکنه. طبیعی اگه خیانت بکنه مثل خاندان قجب بعد بزن چکوپکش هم یکی بکن، تو 100 درصد ما شاه رو برای ایران میخوایم، ما ایرانو که فدای شاه نمیکنیم. اگر قرار بود ما ایران رو فدای شاه بکنیم که اصلا ایرانی در کار نبود. ما شاهنشاه رو میخوایم برای، یا ملکه رو میخوایم برای آبادی، برای سازندگی مملکتمون. اون شاه، اون ملکه‌ای که میاد کشور میسازه، طبیعیه ما بهش احترام میذاریم، طبیعیه میپرستیمش، طبیعیه با کمال افتخار خم میشیم، دستش هم میبوسیم. این چه مزخرفیه که راه انداختین؟ آقا دست بوسی نباید که، به تو چه مربوطه؟ شما که الان خودتون خواننده هاتون دارن دست بیگانگان رو میبوسن برای گرفتن یه جایزه اسکار و یه دونه شیر طلایی و الاغ بنفش و نمیدونم خر آبی. عکسش برای من اومده، یه زن ابراهیمی نمیدونم چی همچین دولاش دست اون زنی که در بداغون داره میبوسه، دست ننش اینطوری نبوسه بی پدر و مادر. اوکی؟ بنابراین با افتخار بگید ما شاه پرستیم، ما میهن پرستیم، ما با قدرت میگیم پاینده باد ایران، زنده باد مشروطیت، جاوید شاه. با قدرت بگید، این تنها سلاحیه که در دست ما باقی مونده، ولی این سلاح رو از ما گرفتن توسط بنگاه‌های لجن پراکنی بی بی سی و اینتر آشغال و سایر بنگاه‌های لجن پراکنی که در لجن جلوس و لندن هست. این سلاح از ما گرفتن و ایز گم میکنن، دروغ میگن، میرن آقای فلانی که به ظاهر مشروط خواهه یا حتی بالواقع مشروط خواهه دعوت میکنن، چهار تا حرف هم باش میزنن که ایز گم کنن، دروغ میگن. دو تا عکس رضا شاه بهتون نشون میدن، دو تا عکس شاهنشاه نشون میدن، دو تا برنامه نشون میدن که بوی پهلوی میاد، ولی در نهایت دارن بهتون دروغ میگن. بنمایه‌شون سلطنت طلب نیست، بنمایه‌شون مشروط خواه نیست، بنمایه‌شون میهن پرست نیست. تو باید بنمایه‌ت میهن پرست باشه که با حرارت، با بغض، با عشق راجع به کشور صحبت کنی، نه با عناد و کینه و دشمنی. ما با کسی عناد و کینه و دشمنی نداریم. ما آغوشو باز کردیم، میگیم آقا هر کس میخواد بیاد بشینه، بیا. ما باش گفتگو میکنیم، ما ترسی نداریم با گفتگو. شما ببینید از طرف توده‌ای‌های همیشه خائن، کمونیست‌های جهان وطن، چپ جهان، مصدقی‌های ایران بر باده، تروریست‌های مجاهد و سایر اراذل اوباش به سمت سلطنت طلب‌ها اومدن. کدام مشروط خواهی رو سراغ دارید؟ مشروط خواهی واقعی، نه در پیتی مسروق چی که بره بگه من از امروز میخوام بشم مجاهد. شما بیا سر منو بذار زیر گیوتین، من از فردا بیام بگم که نه من به این نتیجه رسیدم تمام راه هم اشتباه بوده و گود مورنینگ یسترده تومارو کمونیست، آی لاو یو سوسیالیست. کجا یک نفر نمونه به من نشون بده یک مشروطه خواه شریف همچین کاری کرده باشه، در حالی که از اون جبهه مدام اومدن گویان آقا ما اشتباه کردیم، ما در یک بزنگاه تاریخ اشتباه کردیم، نفهمیدیم، نفهم بودیم. ما هم آغوشو باز کنیم تشریف بیاریم، تیربارون تو ما نمیکنیم. این اشتباهی که اگر کسی به سمت ما بیاد بعد ما بخوایم که تو غلط کردی، فلون فلون شده، بی پدر و مادر، خائن، فلان، بله تا اینجا بوده، پروندهت بوده، تموم شد، از امروز خوش اومدی، تشریف بیاری. اما خیال نکنی که بعد میای نفوذی هستی، نه، ما آگاه شدیم. بچه‌ها این رو بفهمونید به دشمنان ایران، دشمنان ایران یعنی جمهوری طلبان، اینو بهشون بفهمونید. ما مشروط خواهان آگاه شدیم، با شعور شدیم، میفهمیم. دیگه تموم شد اون دورانی که بخواید بیاد بگید که سلطنت در فاهاشا جاگیجا جماختشا، تموم شد. ممر لولو برد، اینا دیگه جواب نمیده تو جامعه. من امروز نمیتونم به دلیل اینکه یک رسانه‌ای دارم، یک من یه وسیله‌ای دارم، این دو ساعتی که من جلشتم یک وسیله است تو دست من، یک وسیله بزرگ، از پالتاک بزرگتره، از اینستاگرام بزرگتره، از تلگرام بزرگتره، یک وسیله ای هستش که اگه من تو پالتاک حرف می زدم 50 نفر گوش می داد، تو رادیوی
آقای توکلی صحبت میکردم، مثلا میگم حالا به طور مثال مثلا 30,000 نفر گوش میداد، اینجا مثلا 30 میلیون گوش میده، 1 میلیون گوش، به هر حال وسعتش زیاده. اما این بدان معنا نیست چون من یه وسیله الان زیر دستمه هر کی رو عشقم دلم بخواد عشقم بکشه تخریب کنم، نه اینطوری نیست. من نمیتونم بیام به شما دروغه که بگم که این آقای سیاهش میبینید اینجا پشت خط اینا کمونیست توده‌ایه، نمیشه، چون فردا دنیای مجازی میاد گریبان منو میگیره. شما رو چه حساب میگید این آقا توده یه کمونیسته؟ من چه جوابی دارم بدم؟ تموم شد. پس نترسید بچه ها، نترسید از اتهام، نترسید از اینکه بیاد بهتون اتهام بزنن. ما از تو رودخونه داریم رد میشیم، طبیعی پامون خیس میشه، همه تو خودتون شاهدین، خودتون میاد به من میگه آقا فلانی فوش خارمادر میده، آقا فلانی تهمت میزنه، آقا فلانی اینجوری میگه. بگن ما اومدیم برای کشته شدن، ما اومدیم برای نجات ایران، نجات ایران باید خون بدیم بالاش، هیچ کس پشت ما نیست، هیچ کس دلش به حال ایران و ایران نمیسوزه. 3 تا جوان مردمو در 72 ساعت پیش بردن گله دار، یک دونه خبر در دنیا بیاد به من بگید که گفتن. نمیگم نگفتن، گفتن، منم دیدم، تموم شد. یورونیوز یه خبر داد، 3 نفر از مخالفین که در تظاهرات ها بودن و چه بودن و چه بودن و کل خبر 3 دقیقه بود، فکر نمی کنم 3 دقیقه شد، همین بالا همین. آقا دیگه چجوری به ما دهنکجی کنن؟ چجوری انگشت وسطشون رو به مرشد خواهان نشون بدن؟ هنوز میگن نسرین سیتوده زندانی سیاسی، نرگس توپل زندانی سیاسی، به شرافت بشری سوگن. اینا انقدر پرروان که فردا حشمت تیخکش هم میارن تو کار. هنوز میگن آیت الله خمینی گفت، شاه رفت، اون شد آیت الله، اون شد شاه، محمد رضا پهلوی به وارث تاج و تخت، من دروغ میگم، من نمیگفتم رضا پهلوی، حالا به ایشون دارن میگن شاه ایران، اعلی حضرت، پرنس، به اولیا حضرت میگن اولیا حضرت شاه بانو فرح پهلوی، حالا دارن میگن. چرا میگن؟ این رضا شاه روحت شاد تو خیابوناست. اون موقع که بهتون گفتم زن زندگی آزادی شعار انحرافیه، که امروز خودتون میاد میگه آقا تو اینو 2 سال پیش گفتی. بله من خیلی چیزا گفتم که تازه دوزارتون داره میفته. 4 سال پیش گفتم، حرفایی که بزنم 5 سال دیگه میفهمید، دیدید فهمیدی؟ حرفایی که الان دارم بهتون میزنم من 3 سال دیگه میفهمید، که امیدوارم اینطور نباشه، این دفعه دیگه اینطور نباشه. نه اینکه من جنگی رو فارگی رو باسواد و تاریخدان و دکترا دارم و 500 تا شاگرد تو دانشگاه دارم، نه با من هیچی نداره. من همیشه گفتم آقا من 4 سال رفتم کار هیچ، شما الان یه شعر به من بدی من نمیتونم واسه دکلمه کنم بخونم، من سواد ندارم. من اما شعور دارم، چون سواد شعور نمیاره، سواد برات مدرک میاره. این دلیل نمیشه که من 5,000 جلد کتاب خوندم پس آدم با سواد، همتون باید جلو من خم بشین. نه من فقط کتاب خوندم، میخوام دهن وا کنم توش میمونم. نه، قدرت تحلیل باید داشته باشی، شعور باید داشته باشی. وقتی شما با یه کارگری صحبت میکنین طوری باهات گفتگو میکنه، حداقل یه دکترای علوم سیاسی رو داره. نه، ایشون حتی 3 سال مدرسه نرفته، فقط با قدرت زور و بازوش تونسته زندگی بکنه، اما شعور داره، نمیره گول جنبش کارگری رو بخوره، در حالی که در بین همون کارگران ما دیپلمه داریم که گول جنبش کارگری رو میخوره، کتابم خونده، بدجوری هم خونده، حداقل 10 تا کتاب کمونیستی خونده و گولم میخوره. کارگری که کتاب نخونده 2 سال 3 سال به زور اسم خودش رو مثلا میسه باقر حسین، به زور اسم خودش رو میسه، اما شعور داره، میفهمه، میگه نه آقا من گول اینا رو نمیخورم. شاه خیلی خوب بود، با زبان ساده حرفایی میزنه که مارکس و انگلس توش میمونن، اقتصادو به زبان ساده رو اون تعریف میکنه. چرا؟ راست میگه، شاه خیلی خوب بود، من بیمه اجتماعی داشتم، خورد و خوراک داشتم، زنم گرفتم، ماشینم هم قسطی خریدم، یه پیکانم داشتم، 2 تا بچه‌ام داشتم، بچه سومم هم اومد، کودکستانم میرفت، مدرسه هم میرفت، من اصلا نفهمیدم اینا چقدر میشد پول یه خودکار بیگ، میشد 2 ریال، 3 ریال، نه 5 ریال، یه مداد میشد 1 قرون، یه پاکون میشد 2 ریال، یه تراش میشد 2 ریال، 3 ریال، بابا همش 2 قرون و 1 قرون و 2010 بود. واسه من بچه‌م رو، من اگه می‌خواستم سالی 100 تومن 100 تا تک تومانی خرج بچه‌م بکنم، بچه‌م مجموعاً با 5-6,000 تومن دیپلم می‌گرفت، کتابام که مجانی بود. پس این کارگر داره درست تعریف می‌کنه علم اقتصادو، اوکی؟ بنابراین با قدرت دفاع کنید، میدونم می‌کنید، ولی سوالایی که می‌کنید
این ذهنتون رو میکشم اینطور مثل کش که این بازتر بشه که بیشتر سینه سپر کنید. کارتون هم قشنگه، آفرین. بچه هایی که مشروط خواه هستین خیلی قشنگ دارید کار میکنید، آفرین. تظاهرات های خارج از کشور رو ادامه بدید، با قدرت از مشروطیت دفاع کنید، با قدرت از پادشاهتون دفاع کنید و از دستاوردهای پهلوی و جریان پهلویسم با قدرت با شجاعت دفاع کنید. پهلوی سانتیمتر به سانتیمترش، ثانیه به ثانیهش قابل دفاعه. پهلوی هیچ چیزی نداره که شرمسار باشه، هیچ چیزی در تاریخ نیم قرن پهلوی نیست که ازش آدم شرم بکنه. ساواکش هم قابل دفاعه، ساواک هم قابل دفاعه، خیلی هم محکم قابل دفاعه، ارتشش قابل دفاعه، همه چیش قابل دفاعه. اشتباه هم بوده، کجا نبوده؟ کدوم کشور نبوده؟ در امریکا هنوز که هنوز رو صندلی چرخدار، رو صندلی الکتریکی میذاره اعدام میکنه بعضی ایالاتش. بله، تو مملکت ما هم نواب صفوی، تو مملکت ما کی رو کشتیم؟ انیشتین که نکشتیم، نواب صفوی رو تیربارون کردیم تا چشمش کور شه. خسرو گل سرخی اعدام شد تا دندش نر. و بقیه عرازل اوباش، اینا عرازل اوباش بودن، اینا جنایتکار بودن، خائن بودن، آدم کش بودن. جناب مهندس لطف محبت بفرمایید شماره 2 رو دستتون درد نکنه. مرتضا براتی بفرما. شما رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهانی؟ شما چهار داری؟ من میخوام بگم سه تا پسراتو، خانومت فریبا خانومو، خودت آماده باشین که حکم اعدام بچه های مردمو به زودی زود خودتو، خانومتو، سه تا پسراتو از تیچراغ برق آویزون میکنن. دوربینای جاسوسی هم که دورو بر خونت گذاشتی کار نمیکنه. منزل سوم کنار دارالقرآن. دستتو به خون بچه های کشور من آلوده میکنی؟ حالا ببین روزای خوشتون تمومه. به خانومت فریبا خانوم و سه تا پسرات بگو بیرون که میرن دوتا چشکه دارن هیچی، 16 تام اضافه بگیرن دوروورشون رو بپان. دوربینایی هم که گذاشتی کار نمی کنه. حکم قتل بچه های مردم رو میدی؟ 30-70 ببین یعقو، ما کشورمون جمهوری اسلامیه و دینمون هم دینی اسلامه. شما کشور جمهوری اسلامیه، من کشورم ایرانه، دینم ندارم. از کشور من گورتون رو گم کنین برین بیرون، حروم زاده ها. گم کنین گورتون رو برین بیرون، حروم زاده ها. ما مشکل تو همینه که دین نداری. نگه دین داشتی، منطق هم داشتی. تو دین داری، تو منطق داری. سه تا جوون مردم و حکم اعدامشون رو دادی، پدر سگ. حالا که کی سگه؟ حالا ببین وقتی آویزونتون کردن از تیر چراغ بر خودتو، سه تا بچتو، زنتو، کل فک و فامیلتو، اون موقع میایم دور جسدتون میخندیم و دست میزنیم و پایکوبی میکنیم، اسلامتون رو اون موقع بهتون نشون میدیم. سپاس از شما جناب مهندس سیاوشی گرامی. در همین سنگر یک روزی خدمت شما عرض کردم علی شیره‌ای، پاسدارا، بسیجیا، نیروهای انتظامی، سرکوبگران فرقه تبهکار، بترسید از روزی که ملت در خیابون بگه وای به روزی که مسلح شویم. دعا کنید اون روز نیاد، اون روز اومده. و خودتون چون از بطن یک شورش اومدید بیرون میدونید معنای این یعنی چی. من آرزو میکنم و امیدوارم که هیچگاه کار به اونجا کشیده نشه، چون متاسفانه یکی دیگه از پیشبینیام به حقیقت میپیونده. هیچ کدوم از پیشبینیام هم دروغ نشده، اشتباه نشده، ولی آرزو میکنم، به روح مادر پدرم از صمیم قلبم میگم، آرزو میکنم این
پیش بینی به حقیقت تبدیل نشه که آزادی ایران از اقیانوس خون میگذره. بعد بلای ملت سرتون میارن. هنوز روس رأس قدرتی این خانم به تو تلفن میزنه. من نمیدونم ایشون کیا، برای من فرستادن. فقط یک نمونه براتون پخش کردم. نیروهای انتظامی، بسیجیا، پاسدارا، هنوز وقت هست که به سمت ملت بیایید. خشم مثل آب که جوش میاد قلقل میکنه 100 درجه. خشم ملت الان رو 95.6 داره میاد. الان هم 90 زده بالا خشم ملت. چیزی نمونده به 100. دیگه نمیترسن. یعنی بیان تو خیابون، ردیف اولو که شما به رگ بار بندی، ردیف دوم روتون خوابیدن. اون وقت بد طوری میشه. یعنی صحنه‌هایی رو دنیا خواهد دید که هر کس جلو تلویزیون بشینه از وحشت استفراغ کنه. من قسم میخورم این صحنه‌ها به وجود خواهد. یعنی بد صحنه‌هایی. اصلا نمیخوام بگم چه صحنه‌هایی. جناب مهندس لطف و محبت بفرمایید 3 و 4 رو ممنونتون میشم. این خب از ایرانم یه نگاه بکنید 3 و 4 رو، بعد بیاین 5 و 6 و 7 رو که بچه های خارج از کشورن در استرالیا و هلند. باریکلا به بچه های هلند. جرمش ساخت متروپول بود، غیب شد. جرمش شلیک موشک به هواپیما بود، پنهان شد. جرمش اختلاس بود، از کشور خارج شد. جرمش دزدی مسلحانه بود، آزاد شد. جرمش تجاوز بود، 2 سال حبس شد. جرمش قتل دخترش بود، آزاد شد. جرمش کودک آزاری بود، چشم‌پوشی شد. جرمش رانت بود، جریمه شد. اما اینو جرمشون فقط اعتراض بود. بعد پدر و مادرتون لعنت، چرا اعدامشون کردین؟ ای شاه خوبان برگرد ایران، کردن وطن را خراب و ویران. کشتن جوانان وطن آه و با ویلا، کردن هزاران در به در آه و با ویلا. برگرد شاه، برگرد شاه، برگرد شاه، برگرد شاه. Thank you.
سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. من انقدر گرم صحبت شدم حواسم رفت. بچه لطف کنید زنگم بزنید سنگر رو حمایت کنید. خیلی ازتون سپاس گذارم. بچه های استرالیا بودن کمن ولی بچه های بسیار میهن پرستی هستن. آفرین، درود به شرفتون. سرد نشین، 5 نفرم باشید باشید، مهم نیست. مهم این هستش که باشید، مهم این هستش که ما مشروطه خواهان به اینا بفهمونیم بعد از 44 سال فحاشی، اتهام، تهدید، همین کاری که هنوزم دارن میکنن، بسیجیاشون و پاسداراشون هستن، همه جا هستن و هنوز فحاشی میکنن، هنوز تهمت میزنن به بچهای میهن پرست، اما ایستادیم، ما محکم ایستادیم. آفرین به بچهای استرالیا، آفرین به بچهای هلند، درود به بچه‌ها در داخل کشور که دیدید بچه‌ها داشتن گفتن رضا شاه روحت شاد، از اون وسط یهو شروع شد. این پولایی که خرج میشه اینجوری میشه. مرگ بر دیکتاتور، زهر ما، بی شرف بی پدر و مادر. مرگ بر دیکتاتور طبیعیه. پس بچه‌ها برای چی اومدن تو خیابون؟ بچه‌ها اومدن تو خیابون برای چی اومدن؟ به خاطر اینکه دیکتاتور دیگه، حکومت دیکتاتوریه. صحبت بر سر اینه که ما تکلیفمون با اینا روشنه. ما جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، با تمام مخلفاتش نمیخوایم. فرقه تبهکاران جمهوری اشغالگر اسلامی با همه مخلفاتش باید برود و خواهد رفت. دعوا سر اینه که کی بیاد، دعوا سر اینه که اعلیحضرت باید برگرده، که امروز طبق معمولی مش مزدور همچنان میرن کنار اعلیحضرت یا همسر ایشون. نه، حواس ما، حواسمون به همه هست. ما مزدورای بلژیک رو میشناسیم، مزدورای سوئیس و اتریش رو میشناسیم، مزدورای آلمان رو میشناسیم، مزدورای انگلیس رو میشناسیم، هلند رو میشناسیم، امریکا، کانادا، ما همه تون رو میشناسیم. از جیک و پیک همه تون با خبریم. همینطوری که شماها تو ما جاسوس میفرستید به اسم حزب مسروقه، ما هم بین شما آدم داریم. اون روزی که اومدید ایران بعد اون موقع میخ میشید که این که بغل دستم بود، صندوق دارم بود. آره بابا جان، ما هم آدم داریم پیش شما، خیلی هم داریم، خیلی داریم. برای همینه که میدونیم کجاها مستقلات دارین، کجا خونه دارین، کجا شرکت دارین، چجوری میرین تو مجلس بلژیک، مجلس آلمان، مجلس سوئد، چجوری میرید بغل دست همسر پادشاه، چطوری میرید بغل دست اعلی حضرت، چطوری ایشونو بغل میکنین، چطوری میایین تو اینتر آشغال، چطوری و چطوری و چطوری. همه اینا ما از کجا میدونیم پس اینا رو؟ اگه من جنیش نشستم تو خونم، چطوری از جیک و پیک شما با خبرم؟ چطوری میدونم تو فلان رستوران نشستید داشتید چه طرح‌ها و توطئه‌ای میکردید؟ عکساتون هست. آره همش هم نشون میدم که من آدم نیستم بلوف بزنم، دروغ بگم، نه، چون برای کلامم احترام قائلم. به موقع من نشون میدم. دیدید لگن فروش دزد به موقع چه کارش کردم؟ تموم شد، تموم شد، شد عین یه دست رخت چرک افتاد گوشه که هر کی رد میشه یه لگد بهش میزنه. تمومش کردن، باطلش کردن، مهر باطل رو روشن وسط پیشونی کسافتش. زو جناب مهندس لطف محبت بفهمید 8 و 9 رو یه سر به لندن بزنیم، به زالو، پاسدار فرستاده شده از طرف جمهوری اسلامی. این ماموره، شکی هم نکنید. بامشو، برا بامشو، هری، 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 بامشو، هری، بیشرف، برا بامشو، هری، 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 هالو، هالو، یک پدر از پدر بی پدر پدر سوخته تک به تکتون در بیاریم که تو تاریخ بنویسن، تاریخ بنویسن. شما بیشرف ها چه خیانتی به ایران ایران کردیم؟ خیانت کار، زنایت کار، تو یه قاتلی، تو یه تروریستی، تروریستی، تروریست سپایی. پدری ازتون در بیاریم که تو تاریخ بنویسن، بیشرف هرزه. به زودی محاکمتی کنیم، تا دست به خونه تا اون آقای وطن آقش هست، به زودی محاکمتی کنیم. سپاس از شما. من فقط 3-4 دقیقه نمیخوام وقت شما عزیزان رو بگیرم راجع به این زالو. 2-3 دقیقه فقط میخوام راجع بهش صحبت بکنم، نه که اصلا عددی باشه، میخوام بخندونمتون که برنامه اینقدر جدی نشه. میهن شاه لطف کرد با سپاس از بچهای زحمتکش
ایران و آریایی لطف کرده $50. سپاس از میهنشاه عزیز، خیلی ازتون سپاس گذارم. زیر دریایی شاهنشاهی دلفین بازم لطف کرد مثل همیشه $50. بی‌نهایت سپاسگزار از شما. یپریم خان ارمنی همرزم عزیز ما هم $50. دست گل درد نکنه یپریم خان ارمنی عزیز ما $50. فرشید اخامنشی هم همرزم دیگر ما هم $50. دست درد نکنه فرشید جان. ببینید کسی که مخالف یک جریان سیاسی باشه مشخصه، کسی که دشمنه مشخصه، کسی که مأمور مشخصه. من اگر برم ببینم سازمان تروریستی مجاهدین، من حسب تصادف افتاد دارم تو خیابون چه می‌دونم مثلا فرانکفورت دارم قدم میزنم، مجاهدین مثلا اونجا تظاهرات دارن، طبیعتا اگه مجبورم باشم یه جوری باشه که باید از اونجا رد بشم، میرم از یه خیابون دیگه دور میزنم، نمیرم دوربین بگیرم عکس بگیرم مثلا که چی، مثلا برم من عکس بگیرم از صورت طرفداران مجاهدین مثلا که چی بشه، بیام اینجا نشون بده، خب مثلا نشون بده، مثلا اینا بودن که میرفتن رأی میدادن، خب ما اونا رو عکساشون رو گرفتیم آوردیم پخش کنیم که آقا اینا مزدورن، ولی ما عکس اینا رو نگرفتیم که بریم به وزارت اطلاعات نشون بدیم، ما عکس اینا رو گرفتیم فیلم ازشون گرفتیم، آقا اینا دارن میرن تو طویله های جمهوری اسلامی رأی بدن، آقا اینا مزدورن، یعنی 100 دفعه دیگه پا بده شما عکس بگیرید از اینا به من بدید من بازم پخش میکنم، یا مثلا فلان پاسدار شناسایی شد، فلان مامور انتظامی شناسایی شد، داره مردم میکشه، این فرق، ولی من برم یه عده وایسادن دارن تظاهرات میکنن، حتی دارن اصلا به عقاید من فوش میدن، اصلا دارن به سلطنت بعد ایران میگن که میگن، خب مثلا برم چه عکسی از این بگیرم، چون به چه درد من میخوره، یا مثلا برم پرچم بردم مثلا چوب بردم مثلا تو سرش، یا برم اذیتشون بکنم، این سادیسمه، این مأموره، این فقط اومده بود اونجا چرا؟ آها چون بچه‌هایی که برای من فیلم برداری کردن اینا رو فرستادن چند متر یه 10-20 متر اونورتر یه عده‌ای واسطه بودن، معلومم نه ایرانی بودن و به اصطلاح فارسی حرف می‌زدن چون اینا از نظر من ایرانی نیستن، معلوم نبود کمونیستن مجاهد، معلوم نبود چه پخیه، همچنین میچریدن و پرت و پلا میگودن، نمیفهمیدی چی میگن، فقط اومده بودن که بگن مثلا ما، معلوم نبود مال حامد کیسه کشه، مال مریم لچک، معلوم نبود، همطوری میچریدن و چرت و پرت میگفتن، هرچی من توجه کردم ببینم یه عکسی یه پرچم یه چیزی هیچی هم دستشون نبود، اما این طرف که بچه‌ها خودمون وایساده بودن، خب پرچم شیر و خورشید ازشون بود، عکس علازت ازشون بود، شعارایی بود که یعنی شما از بغل این دو گروه رد می‌شدید می‌دیدید اون گروه یه گروه گیجه، این گروه گروه سلطنت طلباست، بی پدر و مادر، تو اومدی اینجا چه کار داری با این بچه‌ها؟ اومدی فقط به هم بزنی، نظمو به هم بزنی، و چون می‌دونی اگر اینا یه کشیده به تو بزنن، تو هم که استخونات پوسیده است اینقدر تریاک کشیدی و اینقدر مشروب کوف کردی، چون اینکه مشروب زیاد میخورم الکلی هستن، استخوانشون میپوسه دیگه، موهاشون سری سفید میشه، استخوانشون میپوسه، زیر چشاشون پف میکنه، اصلا قیافه آدم الکلی مثل این لگن فروش دوز مشخصه، قیافه تریاکی هم مثل علی منقلی مشخصه، ای دل اگر عاشقی در پی منقل باش، یعنی باید بری چونهشو بگیری داربست بزنی اینو بیاری بالا، یکی بود خدا رحمتش بکنه زند وکیل تو کاباره میامه بود، وقتی همه می اومدن می خوندن می رفتن، این آخر سر میاد میگفت از خونتون بیاید بیرون، این میگفت بیاید بیرون، ما حساب کرده بودیم دم در بودیم، رفت خون خون بیا مردش، صدای قشنگی هم داشت، خب مردی که الکلی بی شعور، تو اومدی انگولک بکنی، اینا هم جوونن عصبیان خونشون جوش میاد، یه دونه تقه به تو بزنه که همونجا جنگولک بازی دارم میزنی، خوراکتون هم مثل مصدقه چون رهبرتون اون بوده، قشی و آی افتادم و آی لگنم شکست و آی نمیدونم زانوم شکست و پام شکست و پدر سوخته بازی و یه دردسر ایجاد بکنی، حالا در نهایت غلطی نمیدونم که اینا رو که دستمن نمیزنن ببرن زندان، نامه میاد و جریمه باید بدن و چه و چه و چه، اما بچه‌ها یه چیزی بزنین به شما بگم، تکلیف این آشغال تن لش که خدا رو شکر اینجا هم باز روسفید شدن مشخصه، سر این بی پدر و مادر خیلی از این مشروطه چیا به من فحاشی کردن، آقا این رضا احمدی دیگه به این هم گیره، آقا نشسته تو جمهوری اسلامی به خامنه ای بعد ایران میگه، ولی من آدمی نیستم با تشرجا بخورم مثلا وای 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 به من گفتن جاسوس، به من گفتن این به همه گیر، نه من حرفامو میزنم، من کادو رو میذارم رو میز، صحبت های من توی بسته کادو شده است رو میزه، یه عده از این دیدید مثلا میریم تولد، مثلا به من به یه میرم تولد کتاب میدم، مثلا به طور یکی میاد یه شیشه شراب میده،
خب اون کسی که این کتاب از من میگیره کتاب میزه تو کتابخونه، اینطوری از کنار کتاب میره، شرابه رو خوشش میاد اون میخوریم و به ما چه من دوست دختر اون میگیریم. خب من کادو رو گذاشتم رو میز، حالا شما میخواید از این کادو خوشت بیاد میخواید بدت بیاد، من کارم رو میکنم، من دست خالی جایی نمیرم. من بی خودکی بی مایه من حرف نمیزنم، بی مایه نه بی مایه پولی ها، نه من میفهمم دارم دو ساعت با شما چی کار میکنم، من دو ساعت باید کاری بکنم که حرف بمونه تو مغزتون تموم شد، مثل بحرین، مثل مصدق، مثل خیلی چیزا تو مختون ثبت شد موند. بلدم من چجوری حرفو تو مخ شما بکنم. چرا؟ چون من از جنس شما، من نیومدم برای شما کلاس بذارم دکتر، مهندس، پروفسور، ادبیات، تاریخ، جغرافی، فوق لیسانس، دکترا، دکتر، دوکی. نه، من 4 سال رفتم اکابر، ظاهر و باطنم هم اینه، نه از این بالاترم نه از این پایینتر. هر انسانی هم کار خودشو داره، شخصیت خودشو داره، کلام خودشو داره و وضعیت خودشو داره. به هیچ کس توهین نمی کنم، کاری با کاری کسی ندارم، کسی بخواد پا رو دنبان بذاره مرده و زندهشو میارم جلو چشاش. همیشه هم بهتون گفتم با مرام من، با شاه من، با کشور من، با تمامیت ارضی من، با تاریخ من، فرهنگ من، اینجا مسئله دیگه، مسئله کشوره. ولت نمی کنم، این سگ با چتو می گیرم، ولت نمی کنم تا بگه غلط کردم. اوکی، این تکلیف من با شما. اما بریم حالا سر شما بچه های مشروطه خواه. شما به جایی که به این بگید، من میفهمم، منم مثل شما، منم از اینا شاکم، شاید من اگه اونجا بودم تو توفم تو صورتی میدادم، شاید نه این کارو میکردم، یه توفم تو صورتش مینداختم، ولی دست بهش نمیزدم، چون توف جریمه نداره، شکر بزنی جریمه داره، من به خاطر این حاضر نیستم یه پوند جریمه بدم. اما چون 44 سال جریمه رو دادم. اما شما وقتی این اراذل اوباشه، حالا فقط نه این تنلشه آشغال اطلاعاتی بچه پاسدارو، نه، شما امثال اینه که میبینید، یا مثلا حامد کیسه کش رو بر حسب تصادف میبینید، معصوم قمی رو میبینید، محسن یادگارا رو میبینید، آقای عبادی که مثل خرچنگ را میره رو میبینید، یکی که از این آشغالا، آشغال داریم دیگه، اون یارو که رفت نشست گفت من اعتصاب قضا کردم، از اینا همیشه سوال کنید، مثلا از زالو بپرسید تو چطوری از ایران اومدی بیرون، آها فیلمبرداری کن، من آقا بیا بفرم، اما فیلمبرداری کردی؟ آقای زالو تموم شد؟ آره. شما چگونه از ایران اومدی بیرون؟ یکی اون بغل وایسه، هم از من فیلم بگیره هم از اون، آقا فیلم منو بگیر، من دارم سوال میکنم، آقای زالو شما چطوری از ایران اومدی بیرون؟ دیدی جواب نداری بدی؟ خب شما چند وقت تو لندنی؟ دیدی جواب نداری بدی؟ حالا من میگم 5 ماه. خب شما تو این 5 ماه کجا داری زندگی میکنی؟ مگر رفتی شابدالعظیم؟ همین الان شما تهران میخوای بری شابدالعظیم باید 1 میلیون تومان پول تو جیبت باشه. شابدالعظیم میخوای بری کجا زندگی کنی؟ بری تو حرم بخوابی؟ شما تو لندن پیش کی زندگی میکنی؟ خرج تو کی داره میده؟ منبع درآمدت چیه؟ تو چه کارا حسنی؟ دیدی جوابی نداره، چون جواب نداره بده، نمیگه، هیچی بهتون نمیگه. سوال پایانی، شما اینجا چه غلطی میکنی؟ اینا رو ضبط کنید بدید من پخش کنم که اینا بسوزن، مهره رو بسوزونید، نه باهش بحث کنی. آقا نگاه کن پاسداره داره فیلم میگیره، خب آره پس شما میگین چیه مثلا مشروطه خواهه؟ یه رفیق دیگه هم داره قد بلندی داشت، موهای تقریبا موهای اونم سفید و سیاه بود، جوگندمی بود، اسم اونو یادم رفت، اونم بغل دستی میشه، بعد این میگفت من شاگرد اونم، اونم ماموره. یه دختره بود هیلاری بود، هیلاری صدیقی همچین چیزی، بغل دست خاتمی رفت عکس گرفت، میومد شعر میگفت، آه جوانان دلم، برید کانال منو نگاه کنید کی من اونو افشا کردم، اونم مامور، اونم خیلی از پسرها رو برد و لو داد. اوکی؟ زو. جناب مهندس، تمنا میکنم لطف موقعیت بفرمایید شماره 11. دستتون درد نکنه. اسامی رو گفتم بله. Shah Mohammad Reza Pahlavi is not an Arab. He makes a point of calling himself Aryan. And unlike the Arabs, he will sell oil to anyone if the price is right. Along with the Arabs, he is a member of OPEC, the Organization of Petroleum Exporting Countries. And he took time out in his Niavaran palace to talk to us. Sheikh Yamani told me a week ago in Riyadh that he was very optimistic that during February there was going to come the disengagement between Syria and Israel and the oil embargo would be lifted. He was optimistic. That optimism obviously has turned sour.
Why, do you know? Well, there might be many reasons. One is that I don't know why you attach so much importance to this embargo on the United States, really. Why should you care about that? You are not short of oil. Have you seen the lines of cars stretching for blocks, in some cases for miles, waiting to get gas? I have gas? Seen the pictures. And you cannot But get... you have imported more oil than any time in the past. Well, not recently, we haven't. You have? سپاس از شما جامانده سیاهش گرام. دیدید جنگ حالا متوجه شدید از کجا شروع میشه؟ جنگ از جواب حاضری اعلی حضرت شروع شده. چیزی که اولیا حضرت فرمودن اعلی حضرت بلند صحبت کرد. یعنی خبرنگار که نبوده، اینا همشون جاسوس های CIA هست، میفرستادنشون تهران برن تو کاخ نیاوران از دهان شاه بکشن بیرون. اینو چرا پخش میکنم؟ حواستون به زالو باشه، بیاد تحریکت بکنه، یه کفگرگه بهش بزنی، خر بیار باقالی بار کن. اوکی؟ اینو میگم که جوونین، خونتون میجوشه، آروم باشی. خیلی راحت، منبع درآمدت چیه؟ چگونه از ایران بیرون اومدی؟ میووردن میشوندن جلو اعلیحضرت که از اعلیحضرت چی بپرسن؟ شما جریان نفت چیه؟ اعلیحضرت اینطوری پاسخ بدن، پاسخ هم منطقیه، حرف دروغی نمیگن. ایشون فرمودن که شما خودتون نفت دارین، این جنگولک بازی تحریم چیه؟ خب شما به اسرائیل نفت بدین. شما چرا حالا اومدین کلید کردین که حتماً ایران و کویت و عراق و عربستان به اسرائیل نفت بده؟ خب خود شما بدین. پدر سوخته ای اعلیحضرت بهشون فهمون پدر سوخته اید. اونم همینه میخواست که از دهان اعلیحضرت بکشه بیرون که پس ذهن اعلیحضرت چی خوابیده. پس ذهن اعلیحضرت نه که ضد یهودی بوده، نه اینکه ضد امریکا بوده، نه، پس ذهن اعلیحضرت همونیه که ایزنهاور قبل از اینکه رئیس جمهور بشه به دولت مردان امریکا گفته. به کی میگه؟ به روزولت میگه و بعد به ترومن میگه. از اونجاست که میان میگن طرح چهار اصل ترومن دروغ میگفتن، اون طرح خدا علا حضرت بود، انقلاب شکومند سفید شاه مردم. چی میگن؟ میگن این مرد ناسیونالیسمه، این میخواد فردا بشه هیتلر دوم، نه هیتلری که بیاد جنگ را بندازه، نه هیتلری که بیاد یهودی بکشه، این میخواد فولکس واگن واسه مردمش درست کنه، این میخواد اتوبان بزنه، این میخواد بیاد کارخونه واسه مردمش بزنه. این مرد ناسیونالیسم افراطی نیست، مثل صدام، مثل موسولینی، مثل هیتلر. این ناسیونالیسم لیبراله، نرماله، این میهن پرسته. این زیر آب اینو باید بزنیم. چرا نتونستن این کارو بکنن؟ به دلیل اینکه خاورمیانه بهش وصل شده بود. چرا؟ چون اعلیحضرت با سیاست‌های دقیق و هوشمندانه خاورمیانه رو به خودشون وابسته کردن که تمام کشورهای عربی، شیوخ عرب و به ویژه عربستان که پدر جد ایناست، گفته بود اگر او از کاخ نیاوران پاشو بیرون بزنه، خاورمیانه خون و خونریزی میشه. اون موقع کی حاکم عربستان بود؟ یه آدم با شعور. اون موقع چه کسی حاکم کویت بود؟ یه سری آدم با شعور، یه مش شیوخ با شعور حاکم اون منطقه بودن و اونا زیر بار توطئه امریکا نمیرفتن. شاهنشاه چون میدونست اونا باشعورن، باشون ارتباط سیاسی برقرار کرد. حرفمو گرفتین چی میگم؟ و بعد آرام آرام بهشون تفهیم کرد شما از اسرائیل بدت بیاد خوشت بیاد، آشکش خالته، باید بخوری این آشو، پس بخورید که بهتون خوش بیاد، یه پیاز داغم بزن روش. چرا این آشو هی پس میزنی؟ آقا این موند، این اسرائیل موند تو منطقه، باهاش رابطه داشته باشین. چرا تحریمش میکنید؟ چرا نمیذارید ورزشکاراش تو کنفدراسیون آسیا باشن؟ چرا بهش نفت نمیفروشید؟ چرا باهاش معامله نمیکنید؟ چرا اینقدر ابلهانه بدارید به اسرائیل نگاه میکنید؟ دست بردارید. انگلیس، اصلا انگلیس آورده، اصلا بنیاد اسرائیل انگلیس گذاشته. آقا اینه، زورتون نمیرسه. مگه نریختین سرش؟ در سه جنگ ریختین سر اسرائیل. جنگ 6 روزه روزه بودن اسرائیلیا. خواب بغل
تو پادگاناشون صدا خورپفشون خاورمیانه برداشته بود، بهش شبیخون زدید. مصر از صحرای سینا اومد، سوریه از این ور اومد، لبنان از اون ور اومد، چریکای فلسطینی ریختین سرش، اردن ریخت سرش. دیدین بعد دو روز جنگو چجوری برگردون، چه بلای سرتون آورد؟ تازه کیا در رأس قدرت بودن؟ حافظ اسد بود، یاسر عرفات جوان بود، اونور جمال عبدالناصر بود، پولای دلارای عراق و عربستان بود. تازه نیرو هم براش فرستادین، هم عراقی ها فرستادین، هم شما سعودی ها. از یمن هم براش نیرو فرستادین، مراکش هم نیرو فرستاد. چرا زورتون نرسید؟ قدرتمنده، قبولش کنید. و امریکا فهمید که این شخص یک مغزه، یک مغزی که هم خاورمیانه رو کنترل داره میکنه، هم چاهای نفتی رو، و با پولش قیقلالایی نمیخره واسه خودش، داره کشورشو میسازه. آمار زیر دست امریکایی‌ها بود، میومدن نگاه میکردن چند هزار کیلومتر اتوبان شده، چند صد تا کارخونه زده شده، اقتصاد ایران به کجا رسیده، وضعیت خانواده ها، معیشت خانوادگی ها کجاست، کارگران در چه سطحی زندگی میکنن، کشاورزی ایران به کجا کشیده شده، چیکار میکردن توسط عواملشون در داخل کشور، چیکار میکردن؟ صنعت مونتاژه، کشاورزی وابسته است، گندم وارد میکنیم، لبونه داریم بخوریم، هویج نداریم، بادمجون نداریم، میوه هامون خرابه، نون نداریم. همش ناله بود. یعنی شما فقط داشتی منفی میومد تو گوشت، یکی میکروفونو میگرفت میرفت اون بالا میگو پری یا گشنتونه، پری یا بدجوری تشنتونه، پری یا کوکاکولا نداریم، مرغ پربسته شدیم. یکی چاقو میگرفت میرفت تو همون با تیغ یارو رو میکش، میگفت قیصر کجایی، داشت و برجوری چیز کردن. همش ناله بود. آقای مربوطه برامون درست میکردن، بهزاد اشتیاقی اسمش، آدم افتاد مرد شغل دوده ای رو، خود و زن کسافتش. اوکی؟ تا گوینده رادیو تلویزیون برای ما خائن گذاشته بودن، مثل اون حسینی و امثال هم و و و. یعنی یک مجموعه رو برای ما علم کردن، خارج از کشورم کنفدراسیون دانشجویی درست کرده بود. از دلش که میاد بیرون خان بابا تهرانی چیکاره میشه؟ میره چین رادیو میزنه بر علیه یکی، بر علیه شاه. کی از توش میاد بیرون؟ بهمن نیرومند. کی از توش میاد بیرون؟ حسین چاقوکش. الان کجاست میشینه؟ تو طویله پارس. میبینید از چند جبهه بهش حمله کردن. چرا؟ بعد به خاطر اینکه ثابت بکنن این آدم بدیه، خبرنگار میاد میگه که شما میخوای نفت رو بالا ببرین. برای چی نباید بالا ببرن؟ چرا نباید بالا ببرن؟ مردی که تو وقتی که داری یه کامیون رو من از امریکا دارم میخرم 100 هزار دلار، 1960، تو داری 1970 رو به من میفروشی 250 هزار دلار. بعد تو میخوای نفتی که من به تو فروختم 2 دلار، 1960 میخوای 1970 این نفت رو به تو بفروشم مثلا 1 دلار. معلوم رو بهتون شما 10 دلار. من از کجا پول بیارم از شما بخرم؟ من میخوام کشورمو بسازم. چجوری باید بسازم کشورمو؟ من باید جنسمو بفروشم، پول بیاد توی کاسه مملکتم، تو صندوق مملکتم، به وسیله پول به مملکتمو بسازم. بعد تو من میگه نه، تو نه مملکتت بسازی. چرا نه بسازم؟ چرا ملت ایران باید مثل بنگلادش و سریلانکا و هند و تایلند و لاوس و کامبوج و برما و کل آفریقا زندگی کنه؟ چرا؟ چرا ملت ما باید مثل فیلیپینیا همشون سوزاک و سفلیس داشته باشن؟ چرا؟ چرا زن ایرانی نباید بشه پرستار بشه، معلم بشه، استاد بشه، دانشمند اتمی بشه، خلبان بشه، ورزشکار بشه، کارگر بشه، کشاورز؟ چرا؟ چرا؟ بلند داره صحبت میکنه. این تا این یاد گرفته به ما بگه وای، به قول آلمانیا واروم، به قول خودمون چرا. این چرا رو بلد شده. کسی که چرا رو بلد میشه زبونشو قطع کنی، زبانشو ببری. ما کسی رو میخوایم که چرا به ما نگه، فوش خارمادر به ما بده، مرگ بر امپریالیسم آمریکا. ما هوشیمینه رو لازم داریم، ما خمینی میخوایم، ما نلسون ماندلا میخوایم که وقتی به قدرت میرسه زنشو طلاق بده بره زن جوون بگیره. ما این اولاغا رو میخوایم. آره، ما گاندی رو میخوایم که فقط بخواد پرچم هندو ببره بالا. ما اینا رو میخوایم، ما اینا رو ما چگوارا میخوایم که مسلحانه به جنگ همه بگن یارو آدمکشه. ما فیدل کاسترو رو میخوایم که هشیشی باشه. ما اینا رو میخوایم. ما اون چریکای ساندینیست بود چی بود توی نیکاراگو، ما اونا رو میخوایم. ما زاپاتا رو میخوایم، ما هیتلر میخوایم، ما موسولینی میخوایم، ما حکومت سرهنگ ها رو میخوایم، ما فرانکو رو میخوایم، ما یارو اردوغان رو میخوایم، ما پوتین رو میخوایم، ما شماها رو میخوایم، ما شاه نمیخوایم. شاه به ما میگه چرا؟ بعد میاد میشینه با زبون ما با ما صحبت میکنه، بعد توی کاخ سفید سر ما رو گله میذاره. نه، تو بلند حرف میزنی، باید بری. وقتی که میره کار به اینجا کشیده میشه. از دلش چی میاد بیرون؟ داریوش ناهمایون میاد چی میگه؟ میگه ما جمهوری آخه تو رو به اون خدا گوش محمد بینه براتون بگه. جناب مهندس لطف محبت بفرمایید شماره 12.
در مورد نقش شما کشاورزان در گذار سبز بحث می‌کنیم. نقش شما بسیار ساده است. شما باید ناپدید شوید. چرا؟ زیرا شما در حال مداخله در ایدئولوژی دیوانه‌وار جدید کنترل کامل جمعیت اتحادیه اروپا هستید که در آینده نزدیک تنها غذای مصنوعی و مکمل با حشرات وارداتی از شرق خواهد بود. فقط ثروتمندان می توانند مواد غذایی ارگانیک معمولی بخرند و بخورند. جنگ علیه کشاورزان در هلند آغاز شد. در آنجا طبق موازین قانونی می خواهند زمین را از کشاورزان بگیرند و به بخش ساختمانی بسپارند. زیرا گفته می شود کشاورزی برای زمین و جمعیت خطرناک است. آنها در حال مبارزه هستند و کشاورزان کرواسی و سایر کشورهای اتحادیه اروپا نیز تسلیم نخواهند شد. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. آقای آرش میهن‌پرست عزیز ما هم لطف و محبت کردن $300. سپاس از شما آرش میهن‌پرست عزیز، $300 خیلی ازتون سپاسگزارم، لطف و محبت کردید. خب حالا چرا این وسط اینو براتون پخش میکنم؟ اینا به هم ربط داره. این خیلی جیگر کرده این نماینده کرواسی که تو پارلمان اروپا خیلی جیگر کرده اومده داره. میدونی این دست به چه افشاگری داره میزنه؟ این موضوع میدونی چند ساله قبل از کرونا، نه این فیلم ها، چند سال قبل از کرونا، مثلا سه سال قبل از جریان کرونا این بحثش را افتاد، سر صداها رو خوابوندن، خیلی هم گندکاری شد، تو همین آلمان هم گندکاری شد، تو روزنامه هم نوشتن، سر صدا رو خاموندن، چه کار کردن؟ کرونا رو علم کردن. شک و تردیدی نکنی کرونا رو علم کردن سر جریان چی؟ سر جریان مواد غذایی. حالا چرا اینو بهتون میگم؟ مهم اینها وقتی با ملت خودشون، با کشور خودشون، با قاره خودشون این کارو بکنن، ببین با ما چه کار میکنن. بعد برای ما کی رو درست میکنن؟ یه نمونهشو براتون مثال میزنم، قشنگ گوش کنید. داریوش ناهمایون میاد چی میگه؟ قشنگ گوش کنید. داریوش ناهمایون این اواخر سه سال قبل از اینکه به درک واصل بشه، متاسفانه خیلی زیاد زندگی، خیلی اکسیژن کره زمین رو کثیف کرد، بی پدر و مادر جاسوس، میگفت یه بحثی رو انداخته بود، خیلی تیز بود، خیلی قالتاق بود، یعنی لگن فروش دوز میشد شاگرد این. ببین دیگه اون چی بود، من باهش از روبرو گفتگو کردم، خیلی بی پدر و مادر بود، یه جماعت وسط یه لقمه میکرد. ای کاش این نامرد یه میهن پرست میبود، ای کاش این نامرد یه میهن پرست میبود. اگر یک میهن پرست می بود، اگر یک شخص مشروط خواه واقعی می بود، ما مشروط خواه هم 20 سال پیش ایران رو گرفته دیم دستمون، باور کنیم. این مخ بود بی پدر و مادر جاسوس. بگذاریم. می گفت یه بحثی رو انداخته تو جامعه. می گفتش که ما جمهوری خواه مشروط خواه هم داریم. بسم الله القاسم الجبارین. بلاها؟ نه خیرها. اشتباه شنیدم آقا. گفت نه. درست شنیدی آقا، ما جمهوری خواه مشروط خواه هم داریم. گفتیم چجوری؟ گاه در لغت نامه لغت معنی ده خدا معین اصغر تقی فریبا گفته مشروطیت یعنی مشروط بر این که و رفت و روزخونی. منتها از اونجایی که من آدمی نیستم که زیر بار ننگ روزخونی برم، مدام گریبانشو میگیدیم، ولی ما وسیله نداشتیم. وسیله ما کجا؟ مثلا میشون تو پالتاک. ما هم اینستاگرام تلگرام چیزا نبود، ما تنها وسیلمون اون بود. و بعد من بین اون بچه ها موفق شدم برم به سمت رادیو هم برم، مثلا که تو رادیو آقای توکلی میرفتم توضیح میدم، ولی در برابر حرفای اون مثل مورچه واسه جلو فیل، من مورچه بودم اون فیل بود. اوکی؟
تا اینکه بعد به هر حال صاحب وسیله شدیم و اینو تا ما اومدیم تو جامعه جا بندازیم که هنوزم جا نیفتاده و الان یه عده مثل منظرپور و این باند اینا میشینن پیش اون دو صدا بی سواد هست اون زن تو لندن خیلی بی سواده واقعا بنده خدای بدبخت بدبخت دفلک میشینن تو کلاب ها صداهای ضبط شدهش خدا میدونه برای من میاد مثلا چند دقیقه من میمیرم از خنده ولی خب بچه‌هایی که اونجا میشینن نمیدونن دیگه اونا میان از ما میپرسن آه این چجوری این جریان مشروطه این حالا من بهتون میگم ببینید بچه ها مشروطه خواه یعنی مشروطه خواه ما جمهوری خواه مشروطه خواه نداریم این جریان رو حزب مسروقه راه انداخته چرا ورداره ماله بکشه رو کثافت کاریاش که بره بشینه بغل حسن صدقه خور که بره بشینه پیش شورای گراز که بره بشینه تو اون طویله به اسم کلمه که برن زیر ورقه های تجزیه طلبا رو امضا کنه این که به خوش میگه دبیر کل دروغ میگن این کلاهبرداریه این کلاهبرداری تاریخه مثل که من الان بیام به شما بگم به این نمیگن دوربین به این میگن هویج چرا در کتاب ده خدا نوشته دوربین چون ده داره سر دهشو میبری بالا میکنی تو تش میشه هویج یعنی یه چیز چرت پرت به شما بگم بعد میگه آقا دوربینه هویج آقا نمیشه هویجو میکارن دوربینم بعضی موقع میکارن آره بله میکنه اصلا میخوای منو دور نمردون بکنه این دقیقا این مزخرفی که الان من براتون گفتم این مزخرف یک جمهوری خواه مشروطه خواه چرا داری بعد بلا میگی؟ کدوم جمهوری خواه مشروطه خواهیه؟ بعد اینو جا انداختن برای چی؟ که برن به وارث تاج و تخت بگن آقا شما هیچ راهی نداری جز این که با اینایی که به هر حال به عنوان جمهوری خواه جمهوری طلبای آشکار به سمت مشروطه خواه قش کردن حالا اومدن میگن که مرحوم محمد رضا شاه خب به هر حال اقداماتی بوده خوب بوده یعنی یه جورایی میخوان بیان بگن که تو خوب بودی که زیر آتش توپخانه شما وارد ایران بشن بعد بگن که خب دیگه حالا شما خیلی ما بدحال بدی مثلا بشو نخست وزیر یا مثلا شما آقای رضا مستر رضا پهلوی شما دیگه وارث تاج و تخت نیستی شما مثلا بشو وزیر مثلا امور خارجه یا انگلیسی تام خوبه بشو وزیر امور خارجه هدف اینه هدف نهایی اینه چرا اون آمریکا رو آیزنهاور رو فراموش نکنید اونا هستن که ناسیونالیسم رو برمیدارن اون جریان رو میخوان اینجوری سرکوبش بکنن اینجوری ریشش رو بزنن اونا هستن که میان این افراد رو انتخاب میکنن داریوش همایون یه شبه زایده نشده اردشیر زاهدی یه شبه اونطوری نمیشه فردوس یه شبه اونطوری نمیشه رو اینا 20 سال 30 سال کار میشه چون اینا قراره یه مملکت رو داغون کنن ببینید بعضی از جاسوس ها هستن مثل یارو شرم‌آور بچه خلوچل بدبخت یه اسلحه گرفته دستش پلتره گرفته دستش دیوانه است این بدبخت چرا اینقدر چرا این کار رو میکنی؟ چرا یه جد میدی ملت اینجوری به ریشت بقنه من که بیشور نفهم واقعا جوک شده این احمق یه دشون اینطوری هم در حدی که تو با 3-4 هزار دلار اینا رو بخری این نمیتونه ضربه بزنه یک کشور رو به هم بزنه این در حدی که برای ما یه سرگرمی ایجاد بکنه یا مثل امید نادان یا مثل یارو دلغکه اینا در این حده ولی داریوش ناهمایون فردوس قرباغی اظهاری اینا اساس یه مملکت رو به هم میریزن چون اینا تو مغز کارن مثل مغز کامپیوتر اینا از درون دارن کار میکنن مثل مسعود کیمیایی از درون سینما رو منفجر کرد ملاحظه کردی این پسرک بی سواد از درون ضربه زد به موسیقی جاز ایران با اون مزخرفات یاور همیشه معتاده که خون اوکی؟ اینا از درون ضربه میزنن اینا اومدن یه کاری بکنن که ما راضی بشیم که ما جمهوری خواهانی داریم جمهوری طلبانی داریم که مشروطه خواهان دروغ این که من اینو حالا تمومش میکنم فقط خواستم یه ذهنیتی بهتون بدم چهارشنبه باید بیام اینو براتون خدا کان خدا میادم نره چهارشنبه اینو براتون بیام بازش کنم که اساسا با حرفایی که امروز خدمت امشب خدمتتون عرض کردم اساسا ما به چه دلیلی آقا ما به چه علتی باید بشینیم بغل دست جمهوری خواهان منظور من این نیست اینا رو باید اعدام کنیم سرشون رو ببریم نه ما آغوشمون باز میگم تشریف بیاریم بریم ایرانم با هم از ایرانو بسازیم ولی من با تو اتحادی ندارم بکنم شاهنشاه ایران دلیلی نداره با شما اتحاد بکنه با شما گفتگو میکنه بعد آخه کجا شما دیدید یکی شلوار سیاه پاش باشه یه شلوار سیاه الان شلوار من تیره است سیاهه بعد یه دونه وصله سفید بعد اون رو زانو با چهل فرسخی مشخصه این
آقا جان سیاه و سفید جریان مشروطیت جمهوری، من به چه دلیلی باید با تو اتحاد بکنم؟ اصلا سر چی من باید با تو اتحاد بکنم؟ من با تو اتحاد بکنم که به چی بشه؟ اول قضیه، من میخوام با زالو گفتگو کنم، میخوام زالو رو دعوت کنم، باش گفتگو کنم، مصاحبه کنم. خب من با زالو چه گفتگویی دارم؟ بابا یارو جاسوس خائنه، یارو دشمن فخاش، دشمن پهلویه، حقوق میگیره، کارش اینه، شغلش اینه. من با این چه گفتگویی دارم؟ به جز سردرد چه گفتگویی من با این مرد که دارم؟ خب من باید دارم بسن بشم با کسی گفتگو کنم، هم رزم من باشه، هم فکر من باشه، چهار تا چیزم بیاد به مردم بگه که مردم یاد بگیرم. ببین من برم بشم با جمهوری طلب چه گفتگویی بکنم؟ ولی فرمودی جناب مهندس لطف محبت بفرمایید اون عکس‌ها رو 13 تا 17 رو، البته اگر وقت هست، اگر نه که مسئله‌ای نیست. حواس خودم رفت. آه دستتون درد نکنه، خیلی سریع پس لطف محبت بفرمایید. خب من خیلی سریع اینا رو براتون بگم، خیلی سریع. اون بالا اون که نوشته مختار میرخاشم، خب این خودش اومده، خودش داره میگه ها، ما نمیگیم، خودش داره میگه، میگه که بریم رای گیری بذاریم ببینیم این سلطنت طلبا اینا که اینقدر ادعا میکنن چیزه، نگاه کنی این، حالا ببین چقدر بی ادبان نوشته براندازان، حتی اینا هم از ما یاد گرفتن. این براندازان ادعا دارن اکثر مردم ایران جمهوری اسلامی رو قبول ندارن و فقط میخوان شاهزادهشون به عنوان شاه برگرده. با شرکت در این نظرسنجی مشت محکمی بکوبید بر دهانشون تا بار دیگر ثابت بشه امت اسلامی ایران با افتخار طرفدار جمهوری اسلامی و اسلام و فلان اینا. خودش گفته، اما که نگفتین جمهوری اسلامیشون آره 1%، آری به شاهنشاهی پهلوی 99%. رود کم شده چه پر رود؟ اون پایینم یا آقای خانومیه نمیدونم، اونجا نوشته ناراحت نباش اخوی، قهوه‌ای هم رنگ خداست، یعنی قهوه‌ای شدی، برو دست درد نکن جناب مهندس بعدی، لطف مواد بفرمایید روتونو کم کنید. تموم شد، ممر لولو برد، شاهنشاهی به ایران برمیگرده، خیلی هم بدجوری با سرعت برمیگرده. این حمالزاده ببینید کی بهش تسلیت میگه، پیام تسلیت ننه مریم، رهبر سازمان تروریستی مجاهدین، درگذشت استاد دکتر محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب ضد سلطنت. اینا بعد اومده براتون پسر این منشور نوشته. جناب مهندس بعدی لطف مواد بفرمایید، پسر این اومده منشور نوشته، بعد ماها جلوش وایستادیم، بعد حالا فوش خار و مادر به میان پرستان و که لیاقت خودشونه. این خبرنگار بنگاه لجن پراکنی بی بی سی و اینتراشخاله، ببینید چی میگه. میگه ماها پیش هشدار دادم، حالا مثلا این چه پخی هست، نادر سلطانپور، ماها پیش هشدار دادم که مرد میهن آبادی یک شعار انحرافی است، چون ممکن است بعضی کاملا از روی خلوص نیت از آن استفاده کنند، اما پیامد ناخواستش ایجاد تفرقه بیشتر در میان مردم باشد. حالا میبینیم چگونه شعاری بی مسما و فاقد هر گونه عنصر تازه یا تفکر جدید از نوع خداشامیان یا شعار تازه وارد ایران معبد ماست وارد جریان میشه. ببینید دشمن بیداره، دشمن میفهمه. جناب مهندس بعدی رو لطف مواد فرمایید، اینا حواسشون هست. پس این ایران معبد ماست، این باید بشه شعار محکم ما مثل رضا شاه روحت شاه. اون یارو بود سینا ولی الله، یادتون میاد آوردم نشونتون دادم نشسته بغل دست اون یارو که ادعا میکنه میگه من نماینده مجلسم، چی اسمش، دریای اقیانوس رودخونه است، چیه اون. نگاه کنید این چه تیتری زده، سلام فرمانده، فرماندهش کیه؟ حامد کیسته کش. دیدید من علکی به اینا گیر نمیدم؟ دیدید بهتون میگم اینا مامورم؟ اما آزار ندارم که بابا جان. جناب مهندس آخرین هم لطف مواد بفرمایید، دیدی اینه علکی که بهتون نمیام یه حرفی رو بزنم. اینا جمعم که اینجا داری میبینی، اینا ماموران سرگرم کردن ملت ایران، همه اینا ماموران سرگرم کردن ملت ایرانه. اون یارو فرزاد و اون یکی نمیدونم پوریا و اون یارو سام واجبی و اون کمد ساز مفعول و اون یارو معصوم قومی و بقیه عرازل و اوباش که دارید میبینید، کی سکش و مارگیر و جنگیر و فالگیر. دست درد نکنه جناب مهندس. دید آقا جون، دید علکی بهتون نمیگم، محال و محال و محال است، از محالات است که انگشت من بیاد روی یه نفر بگم این خادمه یا خائنه، محاله.
من تا حالا خدا رو شکر همچین تجربه نداشتم. هر کی رو بهتون گفتم این پاسدار بسیجی مأمور فلون فلون شده است، همونه، شک نکنید. میخواین شک کنید برید بکن. اصلا میگم حضورتون مرخص بشیم. با جان سپاس جان مهندس سیاوش گرامی و مون مبحث ما موند. امیدوارم تونسته باشم اون چیزی که مورد نظرمه به شما عزیزان گفته باشم. امیدوارم موفق شده باشم تا جلسه بعدی که با هم گفتگو کنیم. میهن شاه 50 دلار سپاس از شما از طرف همه بچه‌ها زیر دریای شاهنشاهی دلفین 50 دلار بی‌نهایت سپاسگزار. یپریم خان ارمنی عزیز ما 50 دلار سپاس از لطف شما. فرشید اخوانیش عزیز ما از آلمان 5 یورو سپاس از فرشید عزیز. آقای آرش میهن پرستم لطف موعد کردن 300 دلار با یک جهان سپاس از آقای آرش و همه خانم ها آقایون و جناب مهندسی هاشمی گرامی. شاد و پیروز باشید تا چهارشنبه که در خدمت رو خواهیم بود. پاینده باد ایران و جاوید شاه. زنده و جاوید باد سلسله پهلوی. ایران معبد ماست. پاینده ایران جاوید شاه.